اعضای مهم. بسیار ممنون. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و اعضای محترم کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار که امروز 11 فوریه 2022 برابر با 22 بهمن 1401 و از ساعت 18 و از ساعت 19 در واقع در خدمت شما هستیم با جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار که امروز بنده به جای خانم رهایی در خدمت شما هستم به عنوان مسئول جلسه. در آغاز سخنرانان و موضوع سخنرانیش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بخش اول رو داریم که سرکار خانم طیبه نجاتیان انجام خواهند داد که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکار در دی ماه 1401 رو برای ما ارائه خواهند داد. سپس جناب آقای امیر ولیزاده بررسی و تحلیل ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی رو برای ما ارائه خواهند داد و در پایان جناب آقای داوود لطفی سخنرانی خودشون رو با موضوع از ورزش تا چوبه دار ارائه خواهند داد. در بحث آزاد هم موضوع حق پرورش رو در نظر گرفتن دوستان که امیدوارم که همه دوستان در بحث آزاد شرکت کنن و جلسه خوبی رو بتونیم برگزار کنیم و پشت سر بگذاریم. من جا داره که یک سلام ویژه عرض کنم خدمت همه هموطنان عزیزی که از طریق لایو یوتیوب و یا اپلیکیشن کانون ما رو در حال حاضر مشاهده میکنن و یا در آینده خواهند دید. بسیار خوب، دعوت میکنم از خانم طیبه نجاتیان لطفاً دست خودش رو بلند کنن که بله بتونم. با درود و سلام من میتونم شروع کنم؟ با درود و سلام خدمت همه دوستان گرامی، شبتون بخیر. من قبل از این که شروع کنم ازتون تقاضا دارم که چنانچه وقت من به اندازه بود که تموم شده بود و من اضافه داشتم اخبار رو میگفتم، لطفا بفرمایین که من کات کنم. اخبار ماه گذشته، نقض ماه گذشته رو خدمتتون ارائه میکنم. با اولین خبر، فوتبالیست ها و خبرنگاران ورزشی ایران زیر تیغ فیفا، زیر تیغ فیفا سکوت میکنند. اعتراضات یا خیزش سراسری در ایران از 26 شهریور 1401 آغاز شد و این بار ورزشکاران و روزنامه‌نگاران ورزشی از تهدیدها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و اعترافات اجباری در امان نبودند. برخی چهره‌ها حتی در آستانه احکام سنگین بودند. در این بین کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی تلاش کردند سکوت کامل را رعایت کنند. مغایرت داشت با اصل 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 30 عدم تغییر مواد به نفع دولت ها. تزریق اجباری دارو به ورزشکار بازداشتی. خواهر حسین شهرویر از ورزشکاران بازداشت شده در جریان اعتراضات تأخیر خبر داده است که در زندان به برادرش قرص می‌دهند و دارو تزریق می‌کنند و به همین دلیل در تماس تلفنی اخیری که داشته چیزی را به یاد نمی‌آورد. مغایرت داشت با ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 5 شکنجه ممنوع. قرنطینه 68 زندانی در اتاق 25 متری، روایت دردناک همسر یک خبرنگار بازداشتی از زندان قائمشهر. همسر احسان پیربرناش، خبرنگار پرسابقه ورزشی و طنزنویس اجتماعی در مازندران بازداشت شد. از شرایط بغرنج قرنطینه زندان قائمشهر خبر داده است. احسان پیربرناش 6 آبان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. مغایرت داشت با ماده 4 بردهداری ممنوع، ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
اختصاصی اینترنشنال دستور برخورد با ورزشکارانی که با اعتراضات همراهی می کند. در اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، حراست ورزش و جوانان در نامه‌ای با مهر خیلی محرمانه از فدراسیون‌ها و تمام ادارات ستادی و استانی خواسته از حرکات نمادین ورزشکارانی که با اعتراضات همراهی می کنند جلوگیری کند. مغایرت داشت با ماده 21 حق دموکراسی، ماده 23 حق امنیت. بیخبری از وضعیت کوهنورد شیرازی ادامه دارد. مصطفی بهادری جهرومی بازداشت شده و این مغایرت داشت با حق حیات برای همه. وحشت حکومت از تجمع مردمی ادامه دارد. لیگ برتر باز هم بدون تماشاگر، علی‌رغم آنچه گفته میشد بازی دو تیم تراکتور و مس کرمان با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد، این دیدار بدون حضور تماشاگران برگزار شد. ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 21 حق دموکراسی. فشارهای نهادهای امنیتی علیه دروازه‌بان مس حامد لک تمرین می‌کند اما بازی نه. حامد لک دروازه‌بان مس رفسنجان علی‌رغم حضور کامل در تمرینات جایی در ترکیب رفسنجانی‌ها نداشت. دلیل غیبت او را سرماخوردگی اعلام کردند، دلیلی که به نظر نمی‌رسید واقعیت داشته باشد، چرا که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر فشار نهادهای امنیتی روی این گلر وجود داشته است. ماده 4 بردهداری ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، 21 حق دموکراسی و 23 حق امنیت کار. باز هم زنان جایی در استادیوم ندارند. استقلال ملوان با 30% تماشاگر برگزار می شود. خبرگزاری فارس به نقل از منصور قنبرزاده رئیس سازمان لیگ خبر داد، در دیدار استقلال و منوات حدود 30% ظرفیت ورزشگاه و نزدیک به 20-30 هزار نفر تماشاگر حضور خواهند داد. البته با توجه به آبانه نبودن زیرساخت ها فعلا ورود زنان به ورزشگاه آزادی امکان پذیر نیست. ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 ارزش انسانی در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون برابر و مساوی هستند. اشراق نجف آبادی ورزشکار شیرازی به بازداشتگاه پلاک 100 اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع. گم شدن 70,000 دلار در زمان فدراسیون قبلی بسکتبال. سرپرست تیم بسکتبال نفت آبادان از گم شدن 70,000 دلار جایزه این تیم در زمان فدراسیون قبلی خبر داد. از فدراسیون پیگیری کردن، گفتن 30,000 تا 40,000 دلار آن را توپ خریدیم. این در حالی است که اصلا ما توپی ندیدیم. از مابقی آن 70,000 دلار هم خبری نیست. بوشهری تاکید کرد در حال حاضر مشخص نیست آن 70 دلار کجا رفته است و کسی پاسخگو نیست. مغایرت داشت با همه مواد. ببخشید. پس از فوتبال و والیبال، کشتی آزاد هم بدون تماشاگر برگزار شد. پس از ممنوعیت حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال و والیبال از ترس گسترش اعتراضات، فدراسیون کشتی هم اعلام کرده است شرایط حضور تماشاگران در سالن شهدای هفت تیر تهران، محل برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد برای بزرگسالان قهرمانی کشور، فراهم نشد. حق آزادی تجمع و تظاهرات ماده 20. لیگ فوتسال زنان مثل جگر زلیخاست. معصومه رضازاده در مورد ورزش وضعیت لیگ برتر فوتسال زنان و ناهماهنگی و بی‌نظمی در انجام دیدارهای این صد از فوتسال زنان صحبت کرد. او ادامه داد در این مدت تا جایی که توانستیم راه اومدیم، اما بالاخره یک جایی صدای ما هم در میآید. از روز اول گفتیم اجازه ورود رسانه‌ها و بخش مسابقات را بدهید، اجازه دهید مدیر عامل باشگاه به سالن بیاید و کاری کند که اسپانسرها حمایت کنند. چه ایرادی دارد پخش اینترنتی داشته باشیم؟ اعلام کردن باشگاه ها می توانند از صفحه مجازی خود پخش زنده داشته باشند، اما ما در بازی‌های گذشته پخش نداشتیم. ماده 7 همه در برابر قانون برابرن و ماده 23 حق امنیت کار. چپ کوسر خوشوندی کیا نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا را در جریان سرکوب اعتراضات سراسری کور کردند. خسروی کیا عضو تیم ملی
کامپوند زنان ایران و نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا در سال 1400 است. انتقال پرهام پروری قهرمان شنا و متهم به محاربه به زندان فشافوشه فویه ببخشید. پرهام پروری قهرمان شنای اهل سقز که در پی اعتراضات سراسری به محاربه متهم شده است، 14 دی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ فشافویه منتقل شده است. ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. حکم اعدام برای ساله میر هاشمی قهرمان کاراته 26 سال حبس برای امیر نصر آزادانی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی احکام مدعی شد که این دو نفر در اعتراضات 25 آبان در یک حمله مسلحانه در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی را کشتند. ماده 3 حق حیات برای همه. ملی پوش تیروکمان بدون وکیل محاکمه شد. حمزه نیکویی ملی پوش تیروکمان ایران که چند پیش از طرف شعبه 101 دادگاه کیفری کرمان احضار شده بود، در حالی به اتهام تبلیغ نظام در همین شعبه محاکمه که هیچ وکیلی نداشت. حق محاکمه قانون ماده 8 حق محاکمه قانونی برای همه. حکم محمد مهدی کرمی تایید شد. جمهوری اسلامی یک ورزشکار دیگر را اعدام کرد. محمد مهدی کرمی از 5 نفری بود که از آغاز دادگاه‌های فرمایشی کشته شدن یک بسیجی در روز 40 حدیث نجفی در کرج به اعدام محکوم شده بود. ماده 3 حق حیات. آسو یاری ناپدید شد. جمهوری اسلامی یک ورزشکار را در جوانرود رو بود. آسو یا سیوان یاری قهرمان کشور در رشته دوم فیزیک ورزشکار اهل جوانرود کرمانشاه که چندی پیش در حمایت از خیزش مردمی کنارگیری خود را از شرکت در مسابقات جهانی اسپانیا اعلام کرده بود، 14 دی در پی حمله نیروهای امنیتی به منزل شخصیش رو بوده و به مکان نامعلومی انتقال شده است. ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی. افشاگری یک مجری ورزشی، فشار مدیران صدا و سیما به مجریها برای اظهار نظر علیه ورزشکاران. سعید اکبری مجری ورزشی یکی از برنامه‌های صبحگاهی صدا و سیما در یک استوری افشا کرد زیر بار فشارها برای خواندن متن‌های سفارشی علیه مردم و ورزشکاران حامی اعتراضات هستیم. ماده 4 بردهداری ممنوع. اعدام ورزشکاران ایرانی و سکوت نامفهوم فدراسیون‌های بین‌المللی، مراودات نظامی سیاسی با نهادهای بین‌المللی ورزشی به نقطه‌ای از اطمینان برای نظام مستقر در ایران رسیده که خطری از بابت این نهادهای بین‌المللی تهدیدش نکند. فیفا حتی به سوالات ایران وایر پاسخی نداد. یک سکوت همگانی که از کمیته بین‌المللی المپیک آغاز شده و به فدراسیون‌های جهانی رسیده است. ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت. اخبار من تموم شد. اگر که سوالی هست یا من در خدمتتون هستم. درود بر شما، خیلی ممنونم بانو نجاتیان عزیز از اخباری که به طور کامل، البته مشخصا که همه اخبار نبوده، بخشی از این اخبار رو شما خیلی خوب توضیح دادید و موارد نقدش هم اعلام کرد. متاسفانه در جمهوری اسلامی نه تنها ورزشکاران که همه اقشار تحت فشار هستند و امیدواریم که این روند به سرعت و خیلی زود تمام بشه. ضمن خوشامدگویی به آقای شفایی گرامی، دعوت میکنم از جناب آقای امیر ولیزاده که بخش بعدی رو اجرا کنن که بررسی و تحلیل ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد. آقای ولیزاده در خدمت شما هستیم. بله، با عرض سلام خدمت همکاران گرامی، فعالان حقوق بشر و همه همراهان عزیزی که ما رو به صورت لایو و از طریق یوتیوب دنبال میکنن. عرض تسلیت دارم از طرف جامعه حقوق بشر ایران خدمت خانواده های جانباختگان زلزله اخیر در شهر خوی و همچنین جانباختگان زلزله
در کشورهای سوریه و ترکیه و آرزوی سلامتی برای بازماندگان این حادثه تلخ. امروز با بررسی و تحلیل ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستم. در ابتدا شرح میدیم و به ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر میپردازیم که چه چیزی در این ماده اومده و چه چیزایی باید رعایت بشه. در ادامه اون رو مقایسه میکنیم با قانون اساسی جمهوری اسلامی و در آخر هم نتیجه گیری میکنیم که ببینیم تا چه حد این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر در جامعه ایران و در قانون اساسی ایران رعایت میشه و اجرا میشه. در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که تمام آدم ها، تمام افراد آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. این جمله که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده نفی میکنه بردگی انسان رو و به معنی روح آزاد انسان هست. زمانهای قدیم همونطور که میدونید فردها افرادی بودن که آزاد به دنیا نمی اومدن. حالا با توجه به شرایط اون موقع به صورت برده میتونستن به دنیا بیان و خرید و فروش میشدن و مبادله میشدن. این بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که گفته که همه آزاد و برابر به دنیا میان. همه دارای عقل و وجدان میباشن و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنن. در ادامه اومده که هر انسانی به محض تولد با حقوق مساوی با دیگر انسانها زاده می شود و او آزاد و برابر به دنیا میاد و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانی است و هر کس مسئول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد. این به این معنی است که افراد در سراسر دنیا فارغ از هر چیزی، از فارغ از دین، تفکرات، نژاد و رنگ پوست، ملیت، فارغ از همه اینها با هم برابر هستن و هیچ انسانی نسبت به انسان دیگه برتری نداره. حالا این برتری چه به واسطه جایی باشه که به دنیا اومده، چه به واسطه افکارش باشه و چه به واسطه جایگاه اجتماعیش باشه، در هر صورت اینها برابر هستن و هیچ برتری به همدیگه نخواهند داشت. این یعنی اینکه یک فرد با دین یهودی یا مسیح یا مسلمان یا هر دین دیگه‌ای با هم برابرند، یا هر کسی با هر نژادی، با هر رنگ پوستی، فارغ از اینکه سیاه پوست باشه یا سفید پوست و اینکه کجای دنیا به دنیا آمده باشه، اروپا باشه، آفریقا باشه، آسیا باشه، با هم برابرند و نسبت به هم هیچ برتری ندارند و از حقوق مساوی برخوردارن. هر فرد داره دو نوع حقوق هست، همونطور که میدونیم حقوق ذاتی و حقوق شهروندی هست و هیچ یک از مواردی که گفته شد دلیل بر این نمیشه که یک فرد حقوقش ضایع بشه و به حق خودش دست پیدا نکنه. طبق بند یک اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسان میتونه آزاد زندگی کنه و در صورتی که این آزادی طبق یک قانون و چارچوب باشه و به آزادی دیگر انسان‌ها آسیبی نزنه. در این رو ما میخوایم مقایسه کنیم با قانون اساسی و ببینیم که اصلا اینجور چیزی توی قانون اساسی بهش اشاره شده یا نه، و اگه اشاره شده ببینیم چقدر به این و این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت میشه و تا چقدر اون رو اجرا میکنن. وقتی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، در اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی کلمات مشابه و جمله‌های مشابه هست که با قانون با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریبا برابر هست، اما میخوایم این رو، این در کلیات هست ولی ما میخوایم این رو در جزئیات هم بررسی کنیم. در اصل 19 قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند
از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. و در اصل 20 هم آمده که افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت. اینجا یک باید بشه گفت یه پرانتز باید باز کرد که یک جمله الان اضافه میشه که تمام اینها رو نقض میکنه و به عنوان شاید یه تبصره ازش استفاده نه؟ با رعایت موازین اسلام برخوردارن، یعنی تمام این چیزی که گفته شد، یکسان بودن حقوق در از لحاظ سیاسی، انسانی، اقتصادی، همه برابر هستن ولی با رعایت موازین اسلام. همین تیکه آخرش که بیشتر شبیه تبصره است به اصل 4 قانون اساسی اشاره میکنه که در اصل 4 حالا چه چیزی نوشته شده؟ من این رو براتون میخونم. در اصل 4 قانون اساسی اومده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد و در ادامه گفته که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر نیز حاکم است و تشخیص آن بر عهده اعضای شورای نگهبان می باشد. همونطور که ما از شرایط حال حاضر ایران مطلع هستیم، اومده که باید مردها و زنها با هم برابر باشن، ولی این رو وقتی که ما میایم در جزئیات نگاه میکنیم توی قانون اساسی نوشته شده، ولی چون که قانون اساسی بر اساس قوانین اسلامی نوشته شده، خود این باعث میشه که این قانون نقض بشه. در قوانین اسلامی نوشته شده که زن نصف مرده از هر لحاظ، از لحاظ حالا اون دیهی که بهش تعلق میگه، لحاظ حقوقی که بهش تعلق میگه، و اصلا زن رو ملک مرد قرار داده و مرد میتونه اون رو تصاحب کنه و کامل مالک اون فرد باشه. خب این چه جور برابری هست که اومده گفته یکسانن، ولی وقتی که میره رجوع میکنه به موازین اسلام میبینه که زن رو نصف مرد خواندن. یا از طرف دیگه ما بخوایم این رو بررسی کنیم، ماده 1 خیلی کلی گفته اینها رو، ولی در جزئیات و حتی این اصل 19 و 20 خیلی کلی گفتن، ولی در جزئیات ما این رو میبینیم که در جامعه اجرا نمیشه. زنها در جمهوری در ایران و تحت نظام جمهوری اسلامی حتی از آزادی انتخاب پوشش هم برخوردار نیستن، یعنی نمیتونن برای خودشون یک پوششی رو انتخاب کنن و یک حجاب، یک پوشش اختیاری داشته باشن و این باید طبق موازین اسلام باشه که یک خانم باید پوشیده باشه، باید موش معلوم نباشه، باید لباس بلند بپوشه و اینجور. از طرف دیگه زنها حتی اجازه خروج از کشور رو بدون اجازه همسرشون ندارن. خب این چه نوع قانونیه که اومده تو قانون توی اصل 19 و 20 گفته که همه یکسان هستن ولی زن اجازه نداره که بدون اجازه همسرش خروج کنه از کشور، یا اجازه نداره یک پوشش رو برای خودش انتخاب کنه. حتی در اتفاقات اخیری هم که در ایران خیلی ها کشته شدن، خیلی ها زخمی شدن، خیلی ها دستگیر شدن و همچنان هم در بند هستن، تمام این اتفاقات به خاطر حجابی بود، به خاطر خانم مهسا امینی بود که به خاطر حجابش دستگیر شده بود و در تحت شکنجه جون خودش رو از دست داده بود و مردم اعتراض کردن به این موضوع که نباید اینطور باشه که یک نهاد خاصی حالا تحت عنوان نیروی انتظامی، تحت عنوان گشت ارشاد، تحت عنوان سپاه، بسیج، نباید این قدرت رو داشته باشه که بخواد تصمیم بگیره برای حجاب یک زن، یک مرد و اون رو دستگیر کنه و اون رو شکنجه بده که جون خودش رو از دست بده. از طرف دیگه وقتی که ما میایم توی جمهوری اسلامی بیشتر جستجو میکنیم که ببینیم اینها کجا رعایت شده، حتی از لحاظ سیاسی هم زنها به اون صورت یکسان نیستن با مردها و از تبعیض جنسیتی
رنج میبرن. شما حتی ببینید الان از یک زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، یک زن نمیتونه رهبر بشه. چرا؟ چون که عقل زن رو نصف مرد میدونن طبق موازین اسلام. خب این خودش داره ماده یه که حقوق بشر رو نقض میکنه، یعنی به صورت علنا و آشکار داره این موضوع رو نقض میکنه. از طرف دیگه زنها توی ایران در زیر حکومت جمهوری اسلامی اجازه ورود به استادیوم ها و ورزشگاه ها رو ندارن. خب این باز هم ما میبینیم که به کرات این موضوع نقض شده، این موضوع که مردم و افراد برابر به دنیا میان و حقوق ذاتی دارن و حقوق شهروندان بارها نقض شده و متاسفانه این نقض حقوق بشر هم همچنان افزایش پیدا کرده در جمهوری اسلامی. باعث شده که ما خیلی زندانی های سیاسی داشته باشیم، خیلی زندانی ها تحت کنش های مدنی و اجتماعی دستگیر شدن و تحت شکنجه هستن، تحت تجاوز هستن در زندان ها. سرنوشت اونها مشخص نیست، اونها ربوده میشن و اونها رو به مکان نامعلومی و شکنجه میدن و ائتلاف های اجباری میگیرن. ما همچنان که اگه بخوایم این ماده از ماده یک حقوق بشر رو با قوانین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، میبینیم که همچنان نقض شده. توی ماده توی اصل 19 اومده که مردم از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارن. خب اینجا یه سوال طرح میشه، آیا اقوام کرد یا اقوام بلوچ یا اقوام عرب با سایر اقوام از حقوق مساوی برخوردارن؟ شما میبینید که در منطقه بلوچستان، در منطقه بلوچستان خیلی ها به دلیل سیاست غلط جمهوری اسلامی که این مناطق رو محروم قرار داده و به خاطر اینکه قدرت نگیرن از لحاظ اقتصادی تحت اون قاچاق سوخت، تحت عنوان حالا مواد مخدر دارن امرار معاش میکنن. در صورتی که این اصلا باید ریشه یابی بشه، ببینیم که چرا. درست قاچاق یک کار غیر قانونیه، ورود مواد مخدر یک کار غیر قانونیه، ولی باید این رو ریشه یابی کنیم ببینیم که تحت چرا این اتفاق افتاده، چرا یه نفر میره سوخت بری میکنه و مواد سوخت رو قاچاق میکنه به خارج از کشور. به خاطر اینه که شرایط اقتصادی خوبی نداره، به خاطر که نمیتونه امرار معاش کنه. یا در سمت غرب کشور کردها، اکثرا کردها در مناطق مرزی مشغول کولبری هستن. خب اگه یک فرد یک کار مناسب داشته باشه، یه بیمه مناسب داشته باشه، حمایت بشه، هیچ وقت نمیاد یک جسم 100 کیلو 150 کیلو رو دوشش بذاره و از کوه بالا بره و قاچاق کنه. اینها همه سیاست اشتباه جمهوری اسلامی که اومده این مناطق مرزی رو محروم قرار داده و اونا رو تحت فشار قرار داده، از هر گونه امکانات رفاهی محروم کرده و اینا ناچار رو میارن به کارهای غیر قانونی مثل حالا کولبری، مثل قاچاق سوخت و اینها. و میبینیم که در واقع اینجا هم نقض حقوق بشر هست. قوم ها و قبیله ها برابر نیستن، از حقوق مساوی برخوردار نیستن. در بلوچستان خیلی از اقوام هستن که سنی مذهب هستن و شیعه دوازده امامی نیستن و حتی اونا براشون شناسنامه ساده نشده و کسی هم که شناسنامه نداشته باشه علنا هویتی نداره. متاسفانه این نقص ها در جمهوری اسلامی با اینکه در قانون اساسی هست، ولی باز هم طبق اون تفسیری که میگه به موازین اسلامی باید رعایت بشن، تمام این اهداف و حقوق بشر و بندهای حقوق بشر و ماده های حقوق بشر رو نقض میکنه. اگه بخوایم در پایان به یک نتیجه برسیم و نتیجه گیری کنیم، جمهوری اسلامی از این اصل در اصل 19 و 20 تحت عنوان یک اسم فقط داره استفاده میکنه و هیچ جایی نیومده اجرایی بشه که ما ببینیم تبعیض جنسیتی در جامعه نباشه، تبعیض نژادی نباشه، تبعیض دینی نباشه. الان توی خیلی از مراکز دولتی که میخوان یه نفر استخدام کنن باید حتما دین اسلام و مذهب شیعه رو داشته باشه. اگه یه بهایی بخواد بره استخدام بشه اصلا اون رو راه نمیدن.
یعنی به هایی بخواد به تو مدارج بالا درس بخونه قطعا با مشکل مواجه میشه، یا یه مسیحی یا یه زرتشتی به همیشه. و میبینیم که جمهوری اسلامی از این اصول قانون اساسی فقط تحت عنوان یک اسم داره استفاده میکنه و علنا هیچ حمایتی از اقوام و اقشار جامعه نشده. این نقص های حقوق بشر، مواد حقوق بشر در جمهوری اسلامی به یک روند سیستماتیک تبدیل شده و تا جایی که ما میبینیم خیلی از اقشار جامعه به دور از حالا قوم و مذهب و اینها باز هم تحت فشار هستند و متاسفانه اخباری که ما از ایران دریافت میکنیم اخبار خوبی نیست. ماها به عنوان فعال حقوق بشر این وظیفه رو داریم که به این آگاهی برسیم، به این آگاهی برسیم که چه حقوق ذاتی و چه حقوق شهروندی رو داریم، و وقتی به این آگاهی رسیدیم بتونیم اون رو به خوبی به دیگر هموطنانمون انتقال بدیم و اون رو منتقل کنیم که اونها هم آگاه بشن و یک روحیه مطالبه‌گر داشته باشن و حق خودشون رو مطالبه کنن. در پایان صحبت هم اگر چون که بقیه دوستانم میخوان سخنرانی کنن و وقت اونها هم برسه، اگه سوالی هست، اگه نکته هست که من باید جواب بدم در خدمتتون هستم، در غیر این صورت مایک رو در اختیار بقیه همکارم بذارم. سپاس از شما آقای ولیزاده گرامی. همونطور که شما گفتیم و بارها تو همین جلسات کانون بحث شده در موردش، قانون اساسی جمهوری اسلامی متاسفانه اونجایی که بهش یک اسلام وصل میشه به کل همه قوانین رو زیر پا میگذاره و برداشت مسئولین تماما اون چیزی هست که خودشون استنباط خواهند کرد، یعنی یک قانون مدون همه گیر نخواهد. از سوی دیگه هم وقتی قوه قضاییه مستقل نداشته باشیم، خب به هر حال مسائل به سمتی پیش میره که خب بعضی ها برابر میشن، بعضی ها برابرتر، بعضی ها که به قول شما مثل هموطنان بلوچمون که اصلا هیچ حقوقی ندارن که بخواد برابر باشی یا عدم برابری باشه. ما همین اول صحبتتون شما گفتیم زلزله خویی رو داشتیم، متاسفانه هموطنانمون الان تو وضعیت ناگواری هستن، ولی از سوی دیگه میبینیم که سران جمهوری اسلامی خودشون که به این هموطنان رسیدگی نمیکنن، کسانی که میخوان کمک کنن بهشون اجازه نمیدن که کمک رسانی کنن. از سوی دیگه خودشون، من خوندم خبری رو که آستان قدس رضوی در روز داره نمیدونم چند هزار پرشکار یه کارایی میکنه برای مردم سوریه، زلزله زده‌های سوریه. البته خب اونا هم انسان هستن، ولی خب مردم خود اونم باید بهشون رسیدگی بشه. از همکاران اگر کسی در این زمینه صحبتی داره لطفاً بفرمایید، اگر نه که بریم برای بخش بعدی. جناب آقای شفایی لطفاً میکروفون رو براشون باز کنید. سلام دوستان، خسته نباشید. من خیلی عالی این دوستمون تونستن توضیح بدن رو ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، ولی در مقام مقایسه ما اصل سه خیلی از موارد هست. درسته اصل چهار اومده گفته که همش منوط به اسلامه، ولی همون اصل سه قابل نگاه کردنه، قابل استفاده کردن است. مثلا اگر بند 14 شو نگاه کنید گفته تأمین حقوق همه جانبه به طور یکسان، بعد اصل 15، اصل 7، اصل 3، این اصل ببخشید بندهاش، بند 14، بند 15، بند 7، بند 3، اینا بندهایی که در واقع ما میتونیم بهش استناد کنیم. یعنی آدمایی که در ایران اگر آشنایی داشته باشن با قانون اساسی میتونن ادعاشو داشته باشن. درسته اون اصلا گوش نمیکنن، همه اینا سر جاشه، ولی وقتی ما بدونیم بهتر متوجه میشیم، بهتر میتونیم فکر کنیم، بهتر میتونیم قضیه رو جلو ببریم. من اینا رو گفتم اضافه کرده باشم، و به خصوص رو اصل 13 در رابطه با مسئله ادیان هست که عملا نقض اصلیه که عدم برابریه، و اصلا در خود قانون اساسی وقتی ما یه مطلبی داریم
که دین رسمی ما اسلام است، یعنی دیگه تموم شد، اونم شیعه 12 امامی. یعنی بعد از اون دیگه هر کسی غیر این دین داره دیگه نمیتونه تو اون جامعه به عنوان یک عضو سالم باشه. برای همین خود آقای خامنه ای هم بوده 25 سال پیش اعلام کرد، 30 سال پیش اعلام کرد که جامعه ما دو بخش داره، خودی و غیر خودی، و اینم جزء سخنرانی های خود آقای خامنه ای هستش که متاسفانه دقت نمیشه. خیلی ممنونم، خسته نباشید، خیلی خوب توضیح دادید، مثال های مختلف زدید و بررسی خوبی کردید، ممنونم. ممنون از شما جناب آقای شفایی، مثل همیشه استفاده کردم از حضور شما. آقای احمدی خام لطفا میکروفون براشون باز کنید. ممنون. وقت همگی بخیر. ببینید در رابطه با این کولهبری و سوخبری که ایشون فرمودن، این خود سوخبری و کولهبری خودش نقض حقوق بشر هست از یه زاویه که گفتید، ولی از یک زاویه دیگه نقض حقوق بشر کسایی که دسترسی به مرز ندارن. مثلا ببینید سطح رفاه تو مثلا استان کرمان با استان بلوچستان زیاد تفاوت نداره، یا مثلا چه میدونم کوکیلو برمهر با کردستان زیاد تفاوت نداره، ولی خب اینا میتونن به خاطر که دسترسی دارن از مرز کالایی قاچاق بکنن. خب دقیقاً قاچاق، و این باعث میشه خب اول اینکه خب اگه بخوایم در کل نگاه کنیم حق یه سری ضایع میشه، چون که حق و حقوق گمرکی نمیدن. در ثانی باعث میشه خب کسایی که وارد کار قاچاق میشن، بازده کار قاچاق همیشه بالاتر از کار عادیه، و حتی اگر شرایطی هم جور بشه مهیا بشه که مثلا تولیدات در اون مناطق رخ بده، قاعدتا استقبالی نمیشه، چون کسی که عادت کرده به یه حقوق یک درآمد از راه قاچاق به درآمد کارگری کارمندی اکتفا نمیکنه و دوباره برمیگرده تو هم میکنه. میخواستم اینم از این زاویه هم نگاه کنیم که صرف این که حقوق اونا که ضایع شده و امکانات ندارن باعث نشه که خب حقوق بقیه ضایع بشه. متشکرم. ممنون از شما آقای احمدی خالات. اینم باید در نظر گرفت که اگر اقتصاد آزاد و درست و سالم تو کشور جاری باشه، مثل همینجا، مثل آلمان، مثل خیلی از کشورهای که اقتصاد آزاد و باز دارن، خب قطعا قاچاق هم تو اون مناطق، تو اون کشور، حالا نمیگیم اگر به صفر هم نرسه و خیلی دلیل، ولی در درصدش خیلی پایین خواهد اومد. آقای شفایی اگر فکر کنم صحبتی داشتیم، ولی اگر صحبتی دوستان دیگه ندارن. مرسی که خلاص کردید. ببینید من خواهش میکنم که وقتی به اصول نگاه میکنیم، یه حتما نباید اصول رو بیاییم بگیم که مثلا کوله بره داره کار بدی میکنه. کوله بره از اجبار داره کار بدی میکنه. سوخبر اینا درگیر هستند، جامعه ناسالمه. وقتی یه کسی لیسانس داره، تحصیلات عالیه داره و کار براش نیست، شرایط براش نیست، الان جوانای ما در ایران دنبال تظاهرات هستن، درگیر هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش عدم تأمین اجتماعی برای آیندهشونه، یعنی آیندهی براش نمیبینه. یعنی طرف اومده درسش خونده، مهندس شده، دکتر شده، لیسانس، فوق لیسانس، حالا هر رشته ای دلش خواسته خونده، جایگاهی براش در جامعه نیست. این عدم جایگاهه که مشکل ایجاد میکنه. این وقتی که یه جامعه سالم نیست، آقای شایگان درست گفتن، وقتی یه جامعه سالم نیست و درست نیست، طبیعتاً این اتفاق میفته. فقط هم این کار قاچاق در رابطه با فقط کولهبر و سوخبر نیست، ما لنجبرامون هم هستن که در جنوب مرتب دارن لنج میاد، بار داره خالی میشه، توی بندر عباس، توی خرمشهر، آبادان، بوشهر، چه میدونم چابهار، اینا، یا حتی کیش، اینا خود لنج هستش، با کشتی میارن. همینطور همین قاچاقو داره خود سپاه میکنه، لوله نفتشو بسته به کشتی ها میفرسته میرن. بی سر سامانی مملکته. یعنی اگر انتقادی هست در مورد کولهبری، اگر کانون حرفی میزنه میگه نقض حقوق داره میشه براشون، نقض حقوق اجتماعیشون داره میشه. یعنی شرایط سالم زندگی رو ازشون گرفتید، و چون شرایط زندگی سالم رو گرفتید، طرف مجبور این کارو بکنه. اینه که این به عنوان یه نقض حقوق به خاطر عدم امنیت اجتماعی و عدم امنیتی که در رابطه با حتی شرایط زندگی هست.
یعنی الان شما یه خونه میخوای بخری امکانشو نداری در این دوره. چند سال باید صبر کنی تا یه خونه یا یه ماشین بخری. الان یه دونه پراید میخوای بخری که یه زمانی اصلا هیچی نبود، الان نمیتونی بخری با تمام مدرک تحصیلیت. این مال بدیه در واقع. نقض حقوق بشر به این دلایل است، نه به دلیل اینکه داره قاچاق میکنه. قاچاق کردن یه تعریف دیگه داره، ولی عملا نقض حقوق بشر اینه که اون شرایط تأمین محیطی محیط اجتماعیشو نداره. منظورم این بود در واقع. مرسی. ممنون از شما آقای شفای گرامی. اگر دوستان صحبت دیگه ندارن، بحث موضوع بعدی رو که آقای لطفی، آقای داوود لطفی سخنرانی خواهند کرد، موضوع سخنرانیشون هم از ورزش تا چوبه دار خواهد بود. خواهش میکنم که آقای لطفی. بله، در خدمت شما هستیم. بله، عرض ادب و احترام، خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیز و عرض تسلیت به از دست رفتگان زلزله خوی ترکیه و سوریه. امیدواریم که هرچه زودتر شرایط برای این عزیزان مهیا بشه که بتونن به لااقل کمتر آسیب ببینن بعد از زلزله. حالا تا شرایط نرمال زندگیشون خیلی زمان میبره تا برگرده. از ورزش تا چوبه دار. شاید از نگاه بعضی ها این دوتا کلمه، یعنی ورزش و چوبه دار، با هم ارتباطی نداشته باشن، ولی ما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم و رژیم حاکم بر اون که تمامی معادلات ذهنی رو بر هم میزنه و کلمات رو متناسب با هم میکنه و به نوعی همه چیز رو به هم ربط میده و اینگونه میشه که ورزش و چوبه دار با همدیگه انس میگیرن. دیر زمانیه، حدود 44 ساله که این دو مانوس شدن. در تمام کشورهای جهان ورزشکاران به عنوان گنجینه ملی به حساب میان، اما رژیم جمهوری اسلامی رویه متفاوتی رو در قبال ورزشکاران ایرانی در پیش گرفت، از بدرفتاری و دستگیری تا شکنجه و اعدام. در پرونده سیاه حقوق بشری رژیم حاکم بر ایران، نام ورزشکاران ایرانی و قهرمان ورزشی متعددی به چشم می‌خوره که توسط این رژیم اعدام شدن. هیچ رژیمی در تاریخ بشر دست به چنین جنایت هولناکی علیه قهرمانان ملی و ورزشی خودش نزده. هوشنگ منتظرالظهور، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک تابستانی 1976 بود. اون در 22 مرداد 60 قهرمان کشور در وزن 90 کیلوگرم شد. دو روز بعد توسط پاسداران آن زمان در اصفهان دستگیر، در 11 مهر 60 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. نازنین عظیم‌زاده، قهرمان تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران، در سال 60 در یکی از زندان‌های تهران به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. وی متولد 41 در گرگان، جوان‌ترین ژیمناستیک کار عضو تیم ملی بود که در بازی‌های آسیایی 74 شرکت کرد. علایالدین اطرتی کوشالی زاده، کوشالی زاده 1331، بازیکن فوتبال سابق تیم‌های ملوان و سپیدرود رش، دارایی و پرسپولیس تهران، سابقه عضویت در تیم منتخب ایران را هم داشته. او در 7 دی 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در لاهیجان پس از تحمل شکنجه‌های بسیار اعدام شد. حبیب خبیری، بازیکن کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، بازی و سابقه بازی در باشگاه فوتبال هما را هم داشته. 18 بازی در تیم ملی و 2 گل ملی هم در کارنامه‌اش داشت. خبیری در سال 60 دستگیر، پس از مدت کوتاهی آزاد و در سال 62 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق بار دیگر دستگیر و 1 سال بعدش اعدام شد. فروزان عبدی‌پور، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان، در مرداد 67 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق و همراه هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی اعدام شد. اصغر نحوی پور فریدنی، ورزشکاری که در تاریخ 24 مهر 96 در هنگام دفاع از یک بانو در برابر یک روحانی قاضی به دست یکی از ماموران انتظامی در حالی که فریاد جانم فدای ایران را سر می‌داد کشته شد. نوید افکاری سنگری، کشتیگیر ایرانی، از معترضان اعتراضات 97 مرداد 97،
در صبح روز شنبه 22 شهریور 99 به طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدارش رو با خانواده‌اش داشته باشه، بر اساس گفته قوه قضاییه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی در هنگام اعدام 27 سال داشت و در گذشته داره چندین عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده. نوید افکاری در نامه‌ای که منتشر کرد نوشته بود که همه اعترافاتش تحت شکنجه روحی و جسمی بوده، از جمله اینکه روی صورتش پلاستیک کشیده بودند و اون رو تا مرز خفگی و مرگ پیش برده بودند و در این شرایط بوده که مجبور به اقرار به مطالب ساختگی شده. اعدام نوید افکاری موجی از بهت و خشم همگانی رو ایجاد کرد و در این حال این خبر در جهان ورزش نیز انعکاس گسترده‌ای داشت. کمیته بین‌المللی المپیک اعدام اون رو خبری بسیار تلخ توصیف و با خانواده و دوستانش ابراز همدردی کرد. این کمیته همچنین به نامه‌های رئیس کمیته ملی المپیک، به رهبر و رئیس جمهور وقت ایران برای بخشش نوید افکاری اشاره کرد و گفته بود عمیقا ناراحت کننده است که درخواست ورزشکاران از سراسر دنیا و اعضای کمیته بین‌المللی المپیک برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری به نتیجه نرسید. اتحادیه جهانی کشتی خبر اعدام آقای افکاری را ویرانگر خوند و ورزشکاران بسیاری هم از نقاط مختلف جهان از اجرای این حکم ابراز تأسف کردند. فایل صوتی او این روزها بارها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد تا یادمون باشه در جمهوری اسلامی دقیقاً سر بیگناه هم پای دار میره هم بالای دار. علی مطیری، بوکسور ایرانی 30 ساله، روز پنجشنبه 9 بهمن 99 در زندان شیبان اصفهان به اتهام‌های محاربه، افساد فی‌الارض و کشتن 2 تن از اعضای بسیج این شهرستان اعدام شد. در 17 اردیبهشت 97 علی مطیری در منزل پدریش در شهرستان شیبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی چند ماه زیر شدیدترین شکنجه‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات بود و در سلول‌های انفرادی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. از روز شنبه 4 بهمن او با 4 زندانی دیگر به دلیل ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان با دوختن لبهای خودشون اعتصاب قضا کرده بودند. سید محمد جواد وفایی ثانی 26 ساله در رشته بوکس در مشهد فعال بود و عناوین قهرمانی کشوری داشتش. وی به خاطر اونچه تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان و تعزیرات حکومتی نامیده شد، در اسفند 98 بازداشت و در 26 دی ماه 1400 حکم اعدام او صادر شد. برخی از این اعدام ها در روزهایی که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در دست داشت انجام شد و موجی از بهت و خشم همگانی را ایجاد کرد. البته نام ابراهیم رئیسی با تیرباران و تناب دار و شکنجه و قتل و سرکوب و جنایت قرینه. او از ابتدای حاکمیت رژیم ملایان دستی در بالاترین نهادهای قضایی کشور داشته و آخرین مقامش تا قبل از ریاست جمهوری ریاست قوه قضایی کشور بود و امروز نیز در مسند ریاست جمهوری چون گذشته رفتار میکنه و این از انتصاب فرماندار و استاندار و دیگر انتصاباتش کاملا مشخص است. امید است با این همه هوش و عقل نداشته و بیخردی هایی که در حال انجام دادن است به زودی خط بطلانی هم بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بکشد. از ابتدای اعتراضات اخیر را دقیق‌تر بگوییم، از ابتدای انقلاب ژینا 1401 تا به امروز بیش از 100 ورزشکار دستگیر شدند که 3 نفر از آنها متاسفانه اعدام شدند. مجید رضا رهنورد، کشتی‌گیر مشهدی، یکی از بازداشت شدگانی بود که در 21 آذر 1401 به فاصله 23 روز از زمان بازداشت با حکم دادگاه انقلاب مشهد اعدام شد. اون در جریان دادگاه بدون طی شدن تشریفات قانونی و در حالی که از فرصت دفاع و حق استفاده از وکیل محروم بود، به کشتن 2 بسیجی و زخمی کردن 4 بسیجی دیگر در جریان درگیری در مشهد متهم شده بود. نخستین تصویر منتشر شده از مجید رضا رهنورد چند روز پس از بازداشت در اتومبیل ماموران حکومتی در راه انتقال به دادگاه نشون میداد. از بینی اون خون جاری است. تصویر دیگر در دادگاه نیز وی را با دست شکسته و گچ گرفته نشان داد. همچنین اعتراف اجباری از او در حالی که دست شکسته و در گچ است از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شد. بر روی این دست شکسته اما تصویر شیر و خورشید خارکوبی شده بود و دلیل شکستگی آن این بود. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از منزل مسکونی خانواده مجیدرضا رهنورد در خیابان حر عاملی مشهد منتشر شد که نشون میداد پنجره خانه او شکسته و روی در و دیوار و در منزل او علامت گذاری و شعارهای بر ضد او
نوشته شده. در شبکه های اجتماعی حتی تصاویر زنی با پوشش چادر در حال سلفی گرفتن با خانه آسیب دیده مجیدرضا رهنورد دست به دست میگشت. اعدام او و خاکسپاریش و سحرگاه 21 آذر به خودی خود تأسف‌بار و غم‌انگیز بود. مجیدرضا رهنورد در حالی اعدام شد که روز قبل از اعدام او با مادرش دیدار کرده بود و ماموران هیچ صحبتی از اعدام او نکرده بودند و مادرش با لبخند و امید به اینکه پسرش آزاد میشه اونجا رو ترک کرده بود. همچنین گفته شده که مادرش در صبح روز اعدام و زمانی که نیروهای جمهوری اسلامی داشتن مجیدرضا رو خاک می‌کردن، نشسته بوده به پیکر اون برسه و اون رو ببینه و از اعدام او بی اطلاع بوده. در تصاویری که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن، مراسم اعدام او با حضور ماموران با صورت‌های پوشانده و در محوطه‌ای با بلوک سیمانی مسدود بود انجام شد و بعد از مراسم غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جریان اجرای حکم مجیدرضا رهنورد و آویختن او به دار از کلیه عوامل انتظامی امنیتی که در کوتاه در این زمان ممکن نسبت به انجام وظیفه قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسئولان و هیئت رسیدگی کننده قضایی تشکر کرده بود. تصاویر تمرین کردنش، عکس‌های اون و استوری‌هاش بعد از اعدامش به طور گسترده در صفحات اجتماعی دست به دست میگشت و همه را به شوک فرو برده بود. چند روز بعد از اعدام او ویدیویی از رسانه‌ها وابسته به جمهوری ننگین اسلامی از مجیدرضا رهنورد منتشر شد. در این ویدیو در حالی که دست او شکسته بود چشم بند داشت و تعدادی نیروی امنیتی رو احاطه کرده بودند، بازجو خبرنگار سیمای میلی از او پرسید که در وصیت‌نامه خود چه نوشته ای و گفت کجا خاکم کنند؟ دوست ندارم گریه کنم سر مزارم، دوست ندارم برایم نماز و قرآن بخوانند، شادی کنند، آهنگ شاد پخش کنند. به این ترتیب حربه‌ای که رژیم می‌خواست بر علیه او برن به راه انداخته و چهره او را خراب کند شکست خورد و او تبدیل به اسطوره شد و اعدام او بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان پیدا کرد و اکثر رهبران کشورها این حرکت رژیم را وقیحانه و دور از انسانیت خواندند. اما کوگوش شنوا، یادش گرامی و نامش تا ابد جاودان. چند روز از این اعدام نگذشته بود که دوباره نام دو ورزشکار دیگر برای حکم اعدام بر روی سایت‌های خبری رفت: محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، دو جوان ورزشکار کرجی که در روز 40 حدیث نجفی در کرج به جرم قتل یک بسیجی به همراه چند نفر دیگر دستگیر شده بودند و همگی به اعدام محکوم شدند. دیوان عالی کشور اعلام کرد حکم اعدام آقای قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریان نقص و حکم اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در پرونده روح الله عجمیان تایید شد. روح الله عجمیان که در رسانه‌های حکومتی او را بسیجی معرفی کردند، به دنبال به خشونت کشیده شدن مراسم 40 حدیث نجفی توسط ماموران امنیتی کشته شد. دادگاه انقلاب کرج بیشتر متهمان و بازداشتی را به فساد فلعرض متهم و آنها را به اعدام محکوم کرده بود. محمد مهدی کرمی 22 ساله، قهرمان کاراته، او بیش از 10 عنوان قهرمان کشوری و استانی داشت. او طی سال 96 اردوی تیم ملی کاراته دعوت شده بود و در تمام رده‌های سنی در اردوی تیم ملی فعالیت کرده بود. پدر محمد مهدی کرمی در گفتگویی که آذر سال جاری با روزنامه اعتماد داشت گفته بود پسرم چندین عنوان قهرمانی کاراته داره، از کودکی در رشته‌های مختلف به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کرده، من اون رو با نون کارگری بزرگ کردم. محمد مهدی کرمی تا پیش از اعدام بارها ادعاهای مربوط به دست داشتن خود در قتل روح الله عجمیان را رد کرده و گفته بود زیر شکنجه های شدید مجبور به اعتراف به قتل شده. با این حال پدر و مادر روح الله عجمیان خواستار اجرای حکم او شده بودند. آنطور که پدرش هم روایت می کند، پسرش اتهامات خود را قبول نداشت و تنها بر اساس اعترافات تحت فشار جسمی و روحی این حکم برای او صادر شده بود. بیش از آن حساب کاربری 1500 تصویر در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود که محمد مهدی کرمی در ملاقات با خانواده خود از آزار جسمی و روانی شدید خودش توسط ماموران حکومتی سخن گفته. به گفته ماشاءالله کرمی، محمد هنگام بازداشت طوری کتک خورده بوده که بیهوش شده بوده و نیروها
یه حکومتی فکر کردن که اون مرده جنازش رو اطراف دانگاه نظرآباد کرج انداختن، اما موقع ترک متوجه شدن که او زنده است. او در ادامه از آزارهای جنسی ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده بود و گفته بود اونها هر روز اندام تناسلیش رو لمس و تهدید میکردن که به او تجاوز خواهند کرد. اون که رویای المپیک و قهرمانی در سر داشت و نشان المپیک رو روی بازویش حک کرده بود، این رویا را با خود به زیر خروارها خاک برد و داغ بزرگی را بر در خانواده و تمام ایرانیان گذاشت. پدرش در روز خاکسپاری اما پیراهن رنگی محمد را بر تن داشت و خاک بر سر می‌ریخت. صدای ناله‌هایش هنوز در گوشمان می‌پیچد. در این بین و در این مدت بازداشت و اعدام و حتی بعد از آن، محمد یک همراه داشت، یک برادر بزرگتر که ظاهراً با هم عهد بسته بودند تا تهش از هم جدا نشند و نشدند. یک انسان ساده، یک ورزشکار دیگه، یک یتیم که از بچگی پدر و مادرش را دست داده بود و خودش را با چنگ و دندون بزرگ کرده بود و تو این دنیای سر تا سر نامرد سالم زندگی کرده بود. سید محمد حسینی، متولد دوم اسفند 61 در کرج، پدر و مادرش رو سالها پیش از دست داده بود. یک خواهر و یک برادر و یک برادر ناتنی داشت که سالهای زیادی بود رابطه چندانی با اونها نداشت. در کمال شهر کرج در یک خونه استجاری تنها زندگی میکرد. او تا مقطع راهنمایی درس خونده بود و در شرکت جوجه کشی مرغک قزوین با درآمد ماهانه حدودا 6 میلیون تومان کارگر بود. محمد حسینی در چند رشته رزمی از جمله کونگ فو و وشو و حکم قهرمانی داشت. اونچه که در دادگاه به عنوان مستندات جرم علیه او به نمایش در آمده بود، همگی از وسایل ورزشی رزمیش بود. تعدادی از افرادی که محمد حسینی را از نزدیک می‌شناختند گفتند او انسان خیری بود و به کودکان فقیر به صورت رایگان ورزش رزمی می‌آموخته. صفحات اینستاگرام محمد حسینی از او تصویر مردی عاشق ایران، ورزشکار و دوستدار خاندان پهلوی ایران داد. خودش دوست داشت کیان صداش کنن، عاشق ورزش و تعلیم ورزشی بود. هجا خوندم وقتی میخوان یه صحنه گریه رو فیلم بگیرن یا از اشک مصنوعی استفاده میکنن و یا از ابزارهای دیگه، و مهمترین تست توی بازیگری همین یک دفعه گریه کردنه. خیلی سخته، البته سخت بود. وقتی سرگذشت کیان رو شنیدیم و عکس اون رو، مخصوصا عکس توی دادگاه که دستان کارگرش روی صورتش گذاشته بود و احتمالا به تنهاییاش و بدبختیاش و ظلمی که بهش شده بود فکر میکرد، نگاه میکنیم ناخودآگاه از چشمانمون جاری میشه. اگر مظلومتر از کیان حسینی هم هست. انقدر بیکس بود که هیچ کس نبود جنازهش رو تحویل بگیره، چه برسه که شب آخر بخواد بره ملاقاتیش. او که در تمام زندگیش تنها بود، الان هم تنها در یک گوشه زیر خروارها خاک خوابیده. در محل دفن کیان ما هیچ همسایه‌ای نیست. او تنهای تنها در یک قطعه به خاک سپرده شد تا لااقل روحش در آرامش باشه. او در حالی شنبه اعدام شد که علی شریفزاده اردکانی، وکیلش، از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست پای بسته تا لگد سر و بیهوشی از میله آهنی به کف پا و شکر در قسمت‌های مختلف بدنش خبر داده بود. او که پدر و مادر یک کسی رو نداشت تا پیگیر وضعیتش باشه، بهترین لقمه برای اعدام بود تا ترس به جان مردم بیفته، فارغ از این که ترس در درون ما کشته شده و الان فقط خشم و نفرت و کینه است که روی هم در وجود ما آوار شده و ما رو هر روز مصمم‌تر می‌کنه برای تمام کردن کار نیمه تمام کیان و تمام بیش از 500 نفر کشته و بیش از 20,000 نفر گرفتار در زندان که زیر شکنجه و منتظر ما که هر روز دعا می‌کنن آزادشون کنیم. شاید اون الان در بین ما نباشه، ولی ایران که نه، بلکه تمام دنیا الان او رو می‌ستاین. مردم برایش مراسم گرفتن، نذری دادن، سنگ مزار آماده کردن و برای 40مش قراره ایران رو زیر و رو کنند. حکایت تلخ زندگی او تا سالیان سال حکایت تلخ دوران ماست. یاد و نامش تا ابد گرامی. جدا از این عزیزانی که یادشون کردیم، ورزشکاران دیگری هم هستن که خطر اعدام اونها رو تهدید میکنه. امیر نصر آزادانی، بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور که سابقه بازی در رقابت‌های لیگ برتر رو طی سال‌های گذشته داشته، شاخص‌ترین ورزشکار در خطر اعدام توسط جمهوری اسلامی. 29 آبان صدا و سیمای حکومتی با بخش ویدیویی از اعتراف اجباری سه متهم کشته شدن سرهنگ پاسدار اسماعیل چراغی به نقل از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شد که متهمان کشتن اسماعیل چراغی و دو بسیجی دیگر، یعنی محمد حسین کریمی، محمد محسن حمیدی، در شهر اصفهان دستگیر شدند.
منابع خبری ایران وایر گفتند امیر نصر آزادانی در برخی از اعتراضات سراسری حضور داشت، اما هرگز در محدوده که نیروهای سپاه و بسیج کشته شدن حاضر نبوده. 20 آذر اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفتگوی با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شد که امیر نصر آزادانی عضو یک گروه مسلح بوده. فدراسیون جهانی فوتبال کمترین واکنش رو تا امروز در مورد احتمال اعدام امیر نشون نداده. فیفا حتی به سوالات ایران وایر در مورد این موضوع که از موضوع بازداشت و شکنجه شدن امیر نصر آزادانی اطلاع مطلع هست یا نه هم پاسخی نداده. پرهام پروری قهرمان شنا ایران در بازداشت با اتهام محاربه تفهیم اتهام شده. پرهام پروری 26 ساله متولد سقز. چند ماه پیش از شروع اعتراضات در شرکت خصوصی استخدام مشغول به کار شد. طبق اطلاع ایران وایر در همان هفته نخست اعتراضات یکی از روزهایی که از محل کارش به خونه برمیگشته به یکی از مراکز اعتراض میرسه و دستگیر میشه. سهند نور محمدزاده 12 مهر در جریان اعتراضات در بزرگراه اشرفی اصفهانی بازداشت میشه. روز 12/1401 وکیل تسخیریش از ابلاغ حکم اعدام به اتهام محاربه برای او خبر داده. مبنای صدور این حکم فیلمی بوده که در اون هیچ کدوم از مصادیق اتهامات او، یعنی کندن گاردریل، آتش زدن سطل زباله، مشاهده نمیشه. سهند نور محمدزاده ورزشکار پرورش اندام و زیبایی اندام که سابقه مدال رقابت‌های استانی داره در تبریز و مقام نخست مسابقات استانی در استان البرز، او در یک فایل صوتی که در اختیار ایران وایر قرار گرفته نحوه بازداشت و بازجویی خودش رو روایت کرده و توضیح داده که حتی معنای محاربه رو نمیدونسته و وقتی در این باره از بازپرس سوال کرده بهش گفته به کارهایی که تو کردی میگن محاربه. سهند توضیح داده که او به دیدار دادستان بردن و وقتی دادستان اون رو دیده بهش گفته اعدامش کنید. او توضیح داده که از لحظه اولی که بازداشت شده به او گفتن اعدامت میکنیم. حسام موسوی صخره‌نورد پیشین تیم ملی، مربی صحنه‌نوردی و هایلاین اهل شیراز، اشراق نجف‌آبادی کوهنورد صحنه‌نورد و عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان ایران، داریوش شهروی، ریحانه ارغوانی و ورزشکاران رشته هایلاینر و صحنه‌نوردی با اتهاماتی غیر قابل اثبات در خطر اعدام از سوی قوه قضاییه قرار گرفت. انجمن بین‌المللی کوهنوردی دو هفته گذشته به سوالات ایران وایر در مورد واکنش این نهاد به مخاطره جانی ورزشکاران رشته ورزشی پرسیده بود جوابی نداده. در آخرین بار خاطر نشان کرده هرچند که به قطع رساندن ورزشکاران توسط حکومت‌ها در دهه‌های اخیر به صورت روشن فقط در جمهوری اسلامی رخ داده، اما به نظر میرسه مراودات این نظام سیاسی با نهادهای بین‌المللی ورزشی به نقطه‌ای از اطمینان برای نظام مستقر در ایران رسیده که خطری از بابت این نهادهای بین‌المللی تهدیدش نکنه. باید صبر کرد و دید که در روزهای آینده و بعد از اتخاذ تصمیم مهم اتحادیه اروپا آیا همچنان این نهادهای بین‌المللی و ورزشی بی خطر خواهند ماند؟ مانیتورینگ حقوق بشر ایران هر گونه صدور حکم اعدام برای ورزشکاران و چهره‌های برجسته ایران رو مصداق بارز نقض حقوق بشر میدونه و نسبت به اجرای چنین احکام ضد انسانی هشدار داده. ولی آیا این هشدارها تأثیری هم داره؟ اگر این انقلاب هر چه زودتر به پایان برسه بیشک تمام احکام صادر شده به اجرا در خواهد آمد و جان باقی بازداشت‌شدگان نیز در خطر اعدام خواهد افتاد و البته شروع بازداشت آقای لطفی اسخای میکنن تموم شد. اگر ممکنه تموم شد کنید که در حال حاضر امکان پذیر نیست به امید آزادی تمامی زندانان. ببخشید یکم طولانی شد، من کوتاه باز یه بخشش خلاصه کردم. ممنون از شما. بله ممنون از شما آقای لطفی گرامی. به هر حال متن و گزارشتون خیلی تلخ بود. البته ربط هم داره، به نوعی داره به موضوع بحث آزادمون که بحث حق پرورش هست.
که حالا تو اون زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد، فکر می‌کنم جاش اونجاست، ولی خب موضوع خیلی تلخی و پیش کشیدید، اعدام فرزندان ایران رو. دوستان عزیز اگر کسی صحبتی یا نظری در این زمینه داره لطفاً بفرمایید، اگر نه که بریم برای بحث آزاد. جناب آقای شفایی لطفاً میکروفون رو براشون آزاد کنید. ممنون. خب مرسی دوستان، به اطلاعات مفصلی رو دادی در رابطه با بچه‌هایی که دهه 60 و دهه 70 و حتی 90 و الان هم ورزشکارا که کشته شدن یا جانشون به خطر افتاده یا در حال هستن. اما آخر کار شما دو سه تا استناد آوردی، یکی از مونیتورینگ است. این مونیتورینگ مربوط به سازمان مجاهدین خلقه، هیچ وقت بهش استناد نکنید. حالا چرا من میگم نکنید؟ اطلاعاتو بخونید، ولی به عنوان یک اکت دقت کنید که این مربوط به خود سازمان مجاهدین خلق. مجاهدین خلق اخباری رو که منتشر میکنه همیشه با یه ضریبی اضافه میکنه میگه، نه؟ این دقت ها رو داشته باشیم که اون محلهایی که داریم انتخاب میکنیم برای اخباری که ارسال میکنیم برای مراسم، برای کمیته ها یا برای کار دیگه، میتونید مطالعه کنید، هیچ موردی هم نداره. بعدش هم شما تو قسمت پایانیش، من یه خورده راجع به اون قسمت گلایه دارم که ما منتظر باشیم ببینیم که مثلا جامعه جهانی یا مثلا اروپا میخواد چیکار کنه. اصلا اونا کاری نیستن برای ما، ما خودمون باید آگاه باشیم، ما خودمون در جمعمون باید آگاه باشیم که بتونیم در جمعمون موفق بشیم. این خیلی مسئله مهمی. یا یه جایی گفتید که آقای ناصر آزادانی رو فوتبالیست رو گرفتن، بعد مثلا فدراسیون کنفدراسیون جهانی فوتبال اصلا هیچ عکس العملی نشون نداده. اصلا لازم نیست عکس العمل، باید خود ماها نشون بدیم. آیا کمیته ورزش در این رابطه اصلا اطلاعیه داده؟ روزی به این فکر کنیم. چرا منتظریم که یک جماعتی در یک فدراسیون جهانی که اصلا مشکلشون مشکل ما مردم ایرانیان نیست اصلا بیاد راجع به ما فکر بکنه یا بیاد یه اقدامی بکنه؟ اگرم میبینیم الان در اروپا یه تعدادی از افراد اومدن به عنوان وکالت گرفت کپیل شدن و این کارا رو کردن، اینا همه کارهای سمبولیکه، اینا فقط کارهای سمبولیکه، یعنی کارهای اجرایی دست خود مردمه. یعنی من و شما هستیم، یعنی این گروه های هستن، اونا که در داخل کشورن، اونا که در خارج از کشورن، باید اینا کار بکنن. الان برای همون فوتبالیست بایستی الان ما کار بکنیم، یعنی الان شما به عنوان کمیته ورزش باید اقدام بکنید و جامعه ورزش داخل کشور باید اقدام بکنه. که حتی خب خیلی از بچه ها من دیدم اعتراض کردن، فکر کنم تراکتور و فکر کنم سپاهان و پرسپولیس هم اعتراض کردن یک کوتاهی راجع به این قضیه. خب خیلی خوبه که خود کمیته و اعضای کمیته در واقع این کارو بکنن که پیگیر بشن. و من معتقدم به امید اروپا، آمریکا، نمیدونم حزب فلان، سازمان مجاهدین، سازمان نمیدونم مشروطه خواه، پادشاه خواه، سلطنت خواه، کمونیست، اصلا نباشید. فکرتون باید این باشه، آگاهیتون رو بدید، اطلاعات منتقل کنید، بذارید مردم با آگاهی ببینن چی کار میکنن. مرسی. ممنون از شما جناب آقای شفایی گرامی. مثل همیشه از صحبت شما استفاده میکنیم. دوستان عزیز اگر بحث یا صحبت دیگه ای دارن لطفا بفرمایید، اگر نه که وارد بخش پایانی بشیم که بحث آزاد هست و بحث آزاد این برنامه حق پرورش در نظر گرفته شده. خب البته اینم من اضافه کنم که چون من یکو مسئول جلسه شدم راجع به این موضوع تحقیق نکردم، ولی خب در هر صورت سعی میکنم که یک بخش کوتاهی رو عنوان کنم و میکروفون رو در اختیار اعضای محترم بگذارم. خب همونطور که آقای لطفی هم تو سخنرانیشون عنوان کردن، بسیاری از هموطنانمون که ورزشکارهای خب به هر حال مدال‌آور بودن توسط جمهوری اسلامی، حالا یا بازداشت و شکنجه شدن یا اعدام شدن و یا خیلی هاشون از کشور
خارج شدن، یعنی به کشورهای دیگه پناهنده شدن، حالا بنا به هر دلیلی. همونطور که ما میدونیم برای رشد و پرورش یک حالا ورزشکار یا یک شخص علمی هزینه های خیلی خیلی زیادی صورت میگیره تا اینکه اون شخص به مرحله بهره برداری و بهره وری برسه و به قول معروف افتخار آفرینی کنه برای کشور. حالا اینکه به این سادگی این عزیزان رو ما از دست میدیم، حالا چه به واسطه اینکه اعدام میشن یا زندانی میشن یا اینکه از کشور خارج میشن و به کشورهای دیگه پناهنده میشن، مثلا نمونهش شطرنج بازای خیلی بزرگی داریم که ما در حال حاضر تو کشورهای دیگه دارن فعالیت میکنن یا سایر ورزشکاران. حالا در این زمینه میخواستم اگر ممکنه دوستان عزیز صحبت کنن یا حالا هر موضوعی که در ارتباط با بحث آزاد اون که حق پرورش هست اگر نظری دارید من در خدمتون هستم که میکروفون رو براتون باز کنیم که صحبت کنیم. ممنون شدم که مشارکت کنیم. خب جناب آقای شفایی عزیز لطفا میکروفون رو براشون باز کنید. ممنونم. ببینید دوستان، بحث پرورش فقط ورزش نیست. پرورش در واقع نوعی به مفهوم رشد هست. یعنی ما مردم بایستی رشد کنیم. رشد زمانی انجام میشه که پرورش وجود داشته باشه. آموزش و پرورش. پرورش این نیست که فقط ما بازمون بزرگ شه، قهرمان بشیم، مدال بیاریم. پرورش یعنی که بتونیم سالم بزرگ شیم. تنمون سالم باشه، بدنمون سالم باشه، شاد باشیم، آرامش داشته باشیم و این اون چیزیست که به عنوان پرورش باید ما نگاه بکنیم. در رابطه با پرورش ما خود قانون اساسی ما اصل 3 و بند 3 به وضوح گفته آموزش، پرورش و تربیت بدنی جزء وظایف دولته که رایگان در اختیار قرار بده و آماده بکنه. خب برای پرورش چه باید کرد؟ برای پرورش باید غذای سالم، سرپناه سالم و فضای سالم داشته باشه. یعنی منی که متولد میشم بایستی در یک محیطی باشم، غذا خوب بخورم، راحت رشد بکنم، سالم رشد بکنم، از نظر پزشکی باید امنیت داشته باشم، بعد فضاهای بازی هم باشه برای من که بتونم در واقع پرورش پیدا کنم. زمین بازی باشه، توپ باشه، چه میدونم اتفاقایی که باید بیفته. این در واقع اون بحث حق پرورش ماست، یعنی حق رشد انسانی ماست. حالا ما رشد ذهنی داریم، رشد فیزیکی داریم، بعد مرحله بعدیش میرسه به حالا مراحل قهرمانی، حالا چه در علم چه در شرایط به اصطلاح فیزیکی. اما بیام راجع به حق پرورش ببینیم در ایران چه شرایطی وجود داره. در ایران حالا من زمان خودم رو میگم، هیچ موقع شرایط برای همه عوام، برای همه مردم امکانات وجود نداشت. یعنی ماها، من یادم همیشه توی کوچه با توپ پلاستیکی بازی میکردیم یا میرفتیم این توپای کوچیک مثلا بال تنیس از زمین تنیس چونم کنسولگری میافتاد بیرون ور میداشتیم، یعنی باش مثلا تو محلهامون فوتبال بازی میکردیم. یعنی نبود توپ، اصلا نبود فضا برای بازی. یعنی ما محله اکثرا میدونیم که توی محله فوتبال بازی میکردیم، دو تا گل کوچیک درست میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، یه نخ میبستیم به دیوار، والیبال بازی میکردیم. یعنی یا مثلا چه میدونم بازی های مختلف همه با بدن انجام میدادیم به دلیل نبود فضا. یعنی در تهران در تمام شهرستان ها شما فضای سالم کافی پیدا نمی کردیم. اگر یه زمینی پیدا می کردیم برای ورزش اتفاقی بود. یعنی اگه مثلا چونم 10 میلیون آدم توی تهران هست، شما بنزه مثلا 300,000 نفرشون شرایط پرورشش وجود داره. اینا جز موارد نقض حقوق انسانی است. یعنی این حق پرورش حق ذاتی منه، یعنی حق ذاتیه که و حقوق شهروندی منه که باید دولت ها در اختیار، چون من رشد میکنم،
حالا این رشدی که من دارم انجام میدم که حقوق ذاتی من هست، خب باید شرایطش باشه، باید محیطم محیط سالم باشه، باید شادی داشته باشم، امکان حرکت داشته باشم، امکان بازی داشته باشم. من یه مثال میزنم، ما توی ایران زمین فوتبال چمن فکر میکنم 40 تا 50 تا باشه در کل، که حالا بقیهش هم حالا کچل هم یا هرچی هستن، یا اصلا بگیم 100 تا. من زمانی که وارد آلمان شدم، شهر برمن رفتم با بچه ها فوتبال بازی میکردم، به من تقریبا 1100 زمین فوتبال چمن در برمن فقط وجود داشت. اصلا مقایسه لازم نیست برای مقایسه. شما الان در هر گوشه شهرهای مختلف که برید، فضاهای کوچیک بازی به عنوان گل کوچیک، هندبال، بسکتبال، فوتبال هست، انواع اقسام استخرها هست. این چیزیه که در ایران شما اصلا ندیدید، نمیدید. الان هم هست، شنیدم راه افتاده، کارهای ورزشی، ولی همه پولیه. یعنی اصلا شرط رایگانی وجود نداره. یعنی اگر میخوای بری استخر باید کلی پول بدی، اگه میخوای بری نمیدونم تنیس بازی کنی، بری فوتبال بازی کنی. حالا از فجیعی که در مشهد پیدا شد و اتفاقی افتاد، اینا کاری ندارم، اونم جزء موارد نقض وحشتناکه. خب اصلا الان میخوای بری فوتبال تمرین بکنی، باید بری پول بدی به باشگاه، به مربی، قرب و صدقه بدی تا اجازه بازی فوتبال به تو بده. ساده ترین ورزشه که یه توپ بین زیر پات و بدونی بدوی باهاش. یعنی نه امکانات وسیله خاصی هم نمیخواد. حالا مثلا فرض کن شمشیر بازی میخوای بری، خب کلی شمشیر و ماسک و تیغه و نمیدونم کلی هزینه داره. اما توپ که دیگه هزینه، یه دونه توپ فوتبال دیگه. حالا ما ها که تو بچگی اصلا با توپ پلاستیکی و یا خیلی همون با همین توپای پلاستیکی بازی کردیم، یا خیلی پولدار بودیم رفتیم یه توپ فوتبال خریدیم یا اومدیم باش بازی کردیم. بیاییم بحث پرورشمون رو در واقع در این رابطه با نگاه بکنیم، که پرورش در واقع جزء حقوقی است که بایستی جامعه این کار رو بکنه، و همین حقوق عملا در قانون اساسی کشور نوشته شده، اصل 3 بند 3 هست، و این جزء وظایف دولته که این شرایط رو ایجاد کنه، که متاسفانه نشده. و حالا میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. بله، بسیار ممنون آقای شفای گرامی. سرکار خانم حق با علی، زهره حق با علی، لطفا میکروفون براشون باز کنید که ایشون هم صحبتشون رو بفرماین. خیلی ممنون از این که به بنده وقت دادین، مرسی از مبحث خوبی که انتخاب کردین. من میخواستم به این نکته اشاره کنم که در بحث پرورش که آقای شفایان فرمودن آموزش و پرورش همراه هم دیگه هست، تخصص حرف اول رو میزنه. ما متاسفانه اون حلقه گم شده ای که باعث شده الان کشور ما به این وضعیت کشیده بشه، در همه عرصه ها نبود تخصص هست. من اخبار رو میخوندم که یه آقای مداحی شدن مسئول ورزش و جوانان یکی از استانا. خب واقعا ایشون چه تخصصی دارن و میخوان چه کار بکنن تو کشور؟ میشه مثل وضعیتی که الان آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور برای مملکت ما به وجود آوردن، که با 6 کلاس سواد بدون اینکه بتونن واقعا اون مواردی که ازشون خواسته میشه رو اجرا بکنن، فقط بر اساس رابطه نه بر اساس ضابطه بر سر کار هستن. همین ها توی آموزش و پرورش هم اومده. معلم ها رو از حوزه علمیه میارن، معلم های ورزش هم که خب مداها هستن، و بعد دوستمون خانه نجاتی هم که گفتن اختلاس های میلیاردی میکنن و میگن که ما تمام این مبلغ رو حتی توپ خریدیم. خیلی جالبه که الان ما به جای اینکه طبق در واقع قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان داشته باشیم و امکانات رو رایگان در اختیار همه قرار بدیم و همه بتونن عادلانه از امکانات بهره مند بشن، در واقع ثروت کشور به دست یه عده خاص افتاده که اونها بدون تخصص و فقط به خاطر رابطه‌ای که دارن با سیستم حاکم از این امکانات و منابع مالی بهره مندن و بقیه بی بهره هستن از این امکانات. و بچه‌های مناطق مرزی که گفتن که سوختبری می‌کنن و کوله‌بری می‌کنن، اینها واقعا هم از لحاظ آموزش و پرورش محروم هستن، و هم از لحاظ اینکه بعد هم اگر حالا با زحمت درس رو بخونن و تو مدرسه موندگار بشن
دیپلمشون هم بگیرن، بعد خب آینده برای خودشون متصور نیستن. خب تصمیم میگیرن که همون اول پس از مدرسه خارج بشن و اصلا درس رو ترک بکنن و انگیزه ایشون ندارن. به قول دوستمون گفتن که خب درآمدی هم که از قاچاق به دست میاد خیلی بهتر از درآمد کارمندی و کارگری هست و خب به این سمت رو میارن. و از اون طرف خود سپاه که قاچاق میکنه به صورت عمده مواد مخدر، طلا، پول و همطور که دیدیم الان به سوریه این همه امکانات دادن به خاطر زلزله و مردم خودمون محروم نگه داشتن، سپاه خودشون قاچاقچی بزرگه ولی میاد در واقع با تکتیرانداز اون بندگان خدایی رو که برای امرار معاششون مجبور به کولهبری هستن رو بهشون شلیک میکنه و میکشه. و متاسفانه هرچی بیشتر به این موضوع میپردازیم میبینیم که انگار همش در واقع نقض حقوق بشره که آدم متاسف میشه که چقدر در جامعه ما حاکم هست و ریشه دوونده توی جامعه ما. شما همین بازجو خبرنگارهایی که وقیحانه میان اظهار نظر میکنن در مورد مسائل اجتماعی رو نگاه کنین که فقط به خاطر رابطه‌ای که دارن با سیستم حاکم و صدا و سیما هم همونطور که آقای لطفی توی سخنرانیشون گفتن در واقع صدا و سیمای میلی هست، اینها راحت تریبون دستشونه ولی اگر که یک نفر حرف حق بزنه یا از حقوق دفاع بکنه مثل خیلی از وکلایی که الان در زندان هستن اونا به زندان میافتن. اما اینها تریبون دارن که هرچی دلشون میخواد بگن، حتی در مورد جایزه موسیقی برای شروین حاجی آقا پور هم اظهار نظر کرده بودن و گفته بودن هنر نکردن که از دست در واقع همسر خنگترین رئیس جمهور آمریکا همچین جایزه رو به شروین حاجی آقا پور دادن، در صورتی که اینها کم ارزش کردن فعالیت‌های اجتماعی مردم، اعتراضات مردم، همبستگی مردم هست. و از اون طرف برای 22 بهمن ببینید که چطور دست و پا اینا دارن میزنن که آدم جمع کنن. من فقط شنیده خودم رو میگم و دوست دارم که در روزهای آینده شاید اخبار مستندتری ازش بیاد، ولی از افغانستان شنیدم که چندین هزار نفر رو برای تظاهرات 22 بهمن بهشون پول دادن و به این امید آوردنشون به ایران که اگر شما بیاین و در 22 بهمن شرکت بکنین در اعتراضات در واقع تظاهرات به عنوان آدمای حکومتی، شما اجازه دارین که در ایران بمونید و کسی با شما کاری نخواهد داشت، در صورتی که میدونیم که چقدر افغانا رو اذیت میکنن و از کشور میخوان بیرونشون کنن. ببینید که چطور حکومت داره دست و پا میزنه و همونطور که آقای شفایی گفتن مردم خودشون باید برای خودشون کاری بکنن. مردم اگر همه متحد باشن و به خیابونا بیان واقعا این حکومت دیگه نفسای آخرشه و امیدواریم که از بین بره و مردم ایران روی آزادی رو ببینن. متشکرم از وقتی که به من دادید. مرسی از شما خانم حق با علی. لطفاً دوستان زمان رو رعایت کنن. آقای احمدی خواه لطفاً شما هم صحبتتون رو بفرمایید. ببینید از این حق پرورش دو تا دیدگاه میشه در نظر گرفت. یکی دیدگاه خود حکومته، یکی دیدگاه مردم. دیدگاه حکومت حالا چه ارزش باشه، چه فرهنگ باشه، چه مقولهای مختلفی برای پرورش. حکومت که حکومت تک صداییه و آقای خامنه‌ای مشخص می‌کنه که چه چیزی برای مردم صلاحه. که همینجوری که در گذشته بود، تو گذشته خیلی دورم نبود، گفت خانم‌ها که نیاز به ورزش دارن، من نرمش کنم موقع کارهای خونه، بس. یعنی سطح تفکرات کسی که بره حکومت رو میچرخونه و بقیه بلغ قربانگوی ایشون هستن اینه که میگه آقا خانم‌ها که 50% جمعیت اصلا نیازی به ورزش ندارن. حالا یا به فرهنگ هم که نگاه می‌کنیم میگن خانم‌ها فقط مسئولیت دارن که بچه بیارن و خونه رو مرتب کنن. این دید کلی حکومت. دید مردم که خب خیلی متضاده و باید تقویت بکنن خودشونو، باید فرد به فرد خودشو مسئول بدونه، دنبال حق و حقوق خودش باشه، نه اینکه دنبال حرفشنوی حکومت یا چیزهای ساده باشه، دنبال حق و حقوق خودش باشه، حق طلبی کنه، آگاه تر شه، بقیه رو آگاه تر کنه، ولی نباشه که خب درجا بزنه یا به گذشته نگاه کنه. به خاطر همین بهتره که ما تک به تک خودمون رو مسئول این قضیه بدونیم. یه حقی به یک منتظر نباشیم یکی دیگه ما رو آموزش بده یا پرورش بده. خدا رو شکر امروز دیگه به خاطر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آدم خیلی بهتر میتونه از حقوق خودش آگاه بشه. متشکرم.
ممنون از شما آقای احمدی خواه عزیز. آقای لطفی هم سخنرانش خون، نظرتون رو بفرمایید. بله، ممنون از شما. دو تا نکته را خدمت شما عرض کنم. یکی که سرانه اماکن ورزشی تو ایران میخواستم آمارش رو بهتون اعلام کنم که 70 سانتی متره و این میانگین جهانیش بین 6 تا 8 متر برای هر نفره. و فعالیت های ورزشی رو، حالا ما چون بحث کمیته رو داریم، بحث پرورش در ورزش رو، آموزش و پرورش و تربیت بدنی در بحث ورزش، فعالیت های ورزشی در ایران حدوداً 13 دقیقه است. یعنی هر فرد روزانه به طور میانگین، حالا اکثر مردم ورزش نمی کنن، حالا اونایی که خیلی ورزش می کنن مثل اون بحث کتاب خوندنه، یه سری خیلی کتاب می خونن، یه سری اصلا نمی خونن، بعد اینو سرشکم می کنن، کم میشه دیگه طبیعتا. 13 دقیقه است، میانگین جهانیش حدودا بین 200 تا 300 دقیقه است. خب این خیلی فاصله داره و برای رسیدن به حتی نزدیکترین رقم به استانداردهای جهانی هم ما نیاز به بی نهایت امکانات و به قولی منابع داریم که برسیم لااقل به یه بخشی از اون میانگینی که جهان داره باش ازش با نوعی داره استفاده میکنه. یکی که پرورش، ما داریم میبینیم که چه اتفاقی داره در مدارس پایه میفته. شبکه‌های تلویزیونی برای بچه‌ها چه برنامه‌هایی رو پخش میکنن. خب از کودکی روی ذهن بچه‌ها دارن کار میکنن. این بحث سلام فرمانده رو مثلا، یا این جدیدن یه سرود دیگه جدیدن درست کردن که بچه‌ها دور آقا جمع شدن و نمیدونم از این یا مرد حرف میزنه. خب این عملا داره رو ذهن بچه ها داره کار میکنه به سمت سویی که خودشون اون ایدئالایی که برای خودشونه دارن ذهن ها رو پرورش میدن. خواستم به چند تا نکته اشاره کنم. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما آقای لطفی گرامی. آقای حسنزاده عزیز، شما هم لطفا صحبتتون بفرمایید. درود بر شما، صدام امیدوارم باشه. بله صداتون هست، بفرم. راستش تو هر دوره‌ای خب همونجور که دوستان گفتن تخصص مهمه و اینکه کار به متخصص بسپاریم. متاسفانه الان همونجور که دیدین سپاه تو تمام رشته‌ها، منظورم شاخه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رسوخ کرده. و از طرفی خب میبینیم که اون سخنگوی حوزه های علمی هم نگرانه که چرا این فارغ التحصیلان حوزه علمیه چرا کارگیرشون نمیاد و اینا رو میان جا میکنن توی آموزش پرورشمون، اینا رو میان جا میکنن تو بخش فرهنگی باشگاه ها. الان باشگاه های مطرحی که حالا اسم حرفه‌ای رو دارن یدک میکشن، همشون ببینید توی قسمت فرهنگیشون یه روحانی نشسته، روحانی که اصلا شاید من نمیدونم واقعا، ولی شاید سیلاب درسیشون هم اصلا ورزش نداشتن. و این یکی از مطالبی بود که به ذهنم رسید. دوم مطلب رو که میخواستم بگم، آقای لطفی گفت سرانه ورزش ایران، فضای ورزشی ایران خیلی پایینه، خیلی، یعنی از به یک متر مربع نمیرسه برای هر انسان. ولی شما اروپا که قاره سبزی هست این رو داره. خب آب و هواش جوری هست و شرایط به هر حال نگهداری زمین چمن ها یا هر چیزی رو داره و اون استاندارد مهمی که برای خودشون تعریف کردم. ما هیچ استانداردی برامون تعریف پذیر نیست. استانداردها و کدها بیشتر اقلیمی هستن، یعنی آمریکا واسه خودش استانداردهای اقلیمی داره و اروپا واسه خودش، خب ایران هم باید برای خودش داشته باشه و اون مناطق خاورمیانه. بعد یه موضوعی رو آقای شفایی اشاره کردن در مورد امکانات زمان قدیم، یعنی زمانی که پهلوی بوده و اینا. خب نمیشه گفت که همه داشتن، من تایید میکنم، ولی هم موقعی هم که ماها با توپ پلاستیکی توی کوچه ها بازی میکردیم به عنوان نوجوان جوان، یا قبلتر از ما هم همینطور، بقیه کشور آسیایی بیابون بودن. یعنی امارات که الان شما میبینید پیشرفت داشته، یا عربستان، یا
کووید، ایران هیچی نداشتن و حداقل از غرب آسیا که یه منطقه خشک و بیاب و علفی نسبت به شرق، نسبت به کشورها مثل کره و ژاپن و چین و اینا، ما میبینیم که پهلوی اومد یک مراسمی گرفت، حالا پشتش سیاستش چی بوده و اینا من نمیدونم، ولی یه مراسمی گرفت، بازی های آسیایی رو برگزار کرد و خب این میزبانی گرفتن خیلی خوبه، چیزی که جمهوری اسلامی خیلی در تلاشه ولی اصلا تو این چندین دهه اخیر اصلا نتونسته اینو بگیره. و به جلوه کشور میشه کمک کرد. الان مسئولین ما باید توی همین راستا قدم بردارن. اول باید اعتماد اون فدراسیون آسیایی رو جلب کنن که ما میتونیم میزبان خوبی باشیم. خب باید امکانات نشون بدن، باید زیرساختاشون رو نشون بدن به بازرسین. بارها شده که میزبانی فوتبال تیمای بزرگی مثل استقلال پرسپولیس از ما گرفتن به خاطر اون نفوذی که عرب‌ها تو فدراسیون فوتبال دارن، ولی خب قدیم اینجوری نبوده. قدیم ما در صورتی داشتیم با توپ پلاستیکی بازی میکردیم، در صورتی میزبانی بازی آسیایی میگرفتیم که کشورهای اطرافمون واقعا بیابون بودن، یعنی چیزی نداشتن برای ارائه، امکاناتی نداشتن. الان ایران متاسفانه توی جمهوری اسلامی فقط داره باج میده، توی عراق که کربلا و نجف همه جا استادیوم فوتبالی ساخته که الان داره خلیج عربی توش برگزار میشه، مسابقات خلیج عربی و با نام حالا جعلی بگیم یا حالا هرچی، با نام جعلی خلیج عربی داره توش مسابقه برگزار میشه. و یه سال یادم زوباهن رفت تو ورزشگاه کربلا بازی کرد، متاسفانه بچه های زوباهن رو گرفتن زدن، کتکشون زدن، یعنی حد که حرمت کردن و داغونشون کردن و دروازه‌بانیه که از حق دفاع کرد و گفت که توی ورزشگاهی که خود ایرانی ها ساختن برای اینا ما رو اینجوری بی حرمت میکنن، متاسفانه اون رو محرومش کردن، یه مدتی کوتاه و در خفا محرومش کردن. این امکان این که ما بتونیم پرورش مخصوصا تو زمینه ورزشی رو بروز کنیم اصلا وجود نداره الان. اگه ما حالا اسم توپ پلاستیکی اومد، اگه اون موقع توپ پلاستیکی داشتیم نسبت به اون موقع ما الان هیچی نداریم و نسبت به پیشرفت جهانی خیلی پسرفت کردیم نسبت به همون قدیمی که ما میتونستیم میزبانی بگیریم، اقتدار داشتیم تو آسیا و غیره. مرسی که به بنده وقت. ممنون از شما آقای حسن‌زاده. پیش از این که بانو نجاتیان صحبتشون رو کنم، من یک نکته کوچیکی رو بهش اشاره کنم چون صحبت‌های زیادی شد در همین زمینه در قبل که چه اتفاقی می افتاد، چون بی ربط نیستش این حرفی که میخوام بدارم. ببینید علاوه بر دولت که موظف شرایط آموزش و پرورش رو مهیا کنه، همونطور که آقای شفایی هم گفتن فضا رو ایجاد کنه، بستر ایجاد کنه و غیره، خانواده هم خیلی شرط مهمی هستن که تو پرورش بچه ها، تو آموزش بچه ها، چون اولین بستر یک جامعه خانواده است دیگه، خانواده خیلی مهمه. من خب آقای شفایی و آقای حسن‌زاده گفتم، خب من تو اون دوره فوتبال بازی میکردم با همین توپای پلاستیکی که شما میگی توپ دولایی به قول خودمون و با آجر تیر دروازه درست میکردیم و بگذاریم، ولی خب پدرم هم اصلا میومد میگفت بچه بیا برو بشین یا درستو بخون یا بیا برو دنبال یه کاری نون در بیاری، فردا تو بخوای تو این جامعه زندگی کنی با دنبال توپ دویدن چی بهت میرسه. میخوام بگم که فرهنگ خانواده هامون هم خیلی مهمه تو رشد و پرورش یک کودک، که بخواد این کودک فردا تو جامعه به قول معروف جامعه رو بسازه دیگه، آینده ساز این جامعه کودکان خواهند بود. در صورت میخواستم بگم که خانواده هم خیلی نقش مهمی دارن. خانم نجاتیان شما لطفا بفرمایید صحبتتون رو. دوستان لطفا میکروفون رو باز کنید براشون. ممنون از شما.
میخواستم در خصوص پرورش، چون باز با موضوع آموزش هم در کنار هم دیگه هستش و من تو ایران هم یه مقدار درگیر این موضوع آموزش پرورش بودم و 30 چند سال و با بچه ها و محیط های مختلف، بعد الانم که الان چند سالی هست اینجا هم فعالیت دارم توی مدرسه سالما، یه مقایسه که نمیشه اصلا مقایسه کرد. میخوام بهتون بگم که اصلا بچه ها در اینجا فعالیت های آموزشیشون مکمل، یعنی با پرورش قاطی هستش. وقتی مثلا معلم ریاضی درس میده، هیچ وقت بچه حالا من نمیدونم منظور از پرورش شما فقط ورزش هستش یا این پرورش در بقیه قواهای جسمانی، انگشت و حرکت چشم ها، یعنی اینقدر برای من جالبه که اینها چجوری آموزش میدن و این بچه ها چجوری از هم اول پرورش پیدا میکنن. خیلی برای من شیوه آموزش اینا جالب بود. یا اینکه زنگایی که پاوزه دارن میان بیرون، اینها اصلا براشون مهم نیست که این بچه چه ورزش رو انجام بده، فقط برای اینا میرسن جلوشون یه اتاقکی هست که انواع و اقسام به سلیقه هر بچه‌ای، اصلا تفکیک نمیکنن تو باید بری اینجا، تو باید بری اینجا. هر بچه‌ای در هر دقیقه‌ای که میلش باشه میتونه وسایل رو برداره، چه از طناب، چه از توپ، چه از هر سایل پیشرفته دیگه. حتی قسمتی از به حیات مدرسه رو پوشیده از شنهای نرم هستش که اینا وسایل ماشین، از مثلا من جمله بیل مکانیکی ماشین یا بیلای دستی، فرقون که ما میگیم ایران، اینها سد میسازن، آب قاطیش میکنن، هیچ کس منعشون نمیکنه، هیچ مادری اعتراض نمیکنه، هیچ مادری نمیاد بگه چرا بچه من خاکی گلی از مدرسه اومده. یعنی ببینی اینا یاد گرفتن که پرورش همراه با آموزشه. یا مثلا در ایران وقتی میخواستن سرانه آموزش پرورش رو برای من تعریف کنن، میگفتن مثلا سرانه ورزش ما به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نمیشه، شما کمک بگیرید. خب آخه به قول شما وقتی من میگفتم که مثلا خب بچه ها اگر برای دیگه ترفندهای مختلفی که هر کسی داشت که برای اداره یک کاری بکنه، خب واسهش همون یه توپ بود، یه طلا پلاستیکی بود، یه چیزی می آورد، اصلا امکانی نیست که این بچه، من هر جا رو نگاه میکنم از وسایل ورزشی حرفه‌ای بگیرین تا پازل، تا منج، تا نمیدونم انواع اقسام بچه که علاوه بر آموزش، این پرورش قوه خلاقیت حرکتی، یعنی خیلی من واقعا برای بچه های ایران قصه خوردم. و اینکه به قول آقای چیز، پدر مادرها هم دست و بال مدرسه رو تو ایران بستن، یعنی اصلا بچه‌ای که صبح میاد مدرسه تو آلمان خیس گل، چون اینجا که فرم ندارن، شلوار گلی، لباس آلوده، که اصلا هیچ کس هیچ اعتراضی حالا ما تو اونجا اگر این فرم مدرسه، هرچی هم که ما هم گفتیم بابا این فرم، این لباس کار مدرسه یک بچه هست، یعنی بچه باید با این همینه که هست، این نیومده مهمونی یا مثلا فرم، باید بری تمیزش کنی باز فردا. خلاصه میگم تو ایران همه چی دست به دست هم داده و یک این موضوع. بچه هم امنیت اجتماعی نیست تو ایران، مثلا چطور میشه مثلا وقتی این اتفاقات عجیب غریب میفته، خب مسلماً بچه هم به پرورش نمیرسن و اون میشه که الان شد. خلاصه دستون درد نکنه، وقت به من دادین. من این واقعا واقعا با خودم میگم ای کاش اون 33 چند سالی هم که تو ایران کار میکردم اینجا بودم. دست شما درد نکنه، متشکرم. ممنون از شما بانو نجاتیان گرامی. از آقای شفایی درخواست میکنم صحبت خودشون رو بفرمایید، لطفا میکروفون باز کنید. من مطلبی که میخواستم عنوان کنم در رابطه با پرورش هستش. ما دوستان خود پرورش رو باید واقعا براش ارزش قائلیم. پرورش فقط قهرمان شدن نیست، این رو دقت کنیم. پرورش کامل باید باشه، یعنی ذهن پرورش پیدا کنه با علم، آموزش باید باشه که بتونه ذهنش کار کنه، بعد باید سالم تغذیه بشه، سالم بایستی در محیط وجود داشته باشه، بتونه شادی بکنه. اینا مکمل همه هستن برای اون پرورش، و این پرورش فقط و فقط وظیفه جامعه است. درسته جامعه خانواده کوچکترینه، ولی متاسفانه این جامعه کوچک
حاصل نتیجه جامعه اصلی بزرگ است، یعنی اون اندیشه اصلی که در کشور وجود داره چه در دوره پهلوی چه در الان، اون جامعه جامعه‌ای نبود که روش کنه. یعنی اگه برگزاری بازی آسیایی سال 74 فقط به خاطر اون برنامه‌ای بود که حتی خود من همون سال بازی کردم، همونجا مدال گرفتم، قهرمان شدم، همه اینا هست، اما این نمیتونه یک نمونه باشه برای رشد. رشد زمانی وجود داره که ما بتونیم در شهرهای بزرگ که هیچی، در شهرهای کوچکمون هم سالن‌های ورزش داشته باشیم، اون وقت اسم رشد اتفاق میفته، نتیجه پرورش وجود داره. این مثال کافی نیست. اگر همون موقع فرض آوریم بذاریم جشن‌های 2500 ساله در شیراز برگزار شد برای یه دوره، مثلا فرض کن یک ساله اومدن چه هزینه ای کردن، ولی فقط یه جاده ساختن و یه ساختمون رو تعمیر کردن و تموم شد. دیگه شما عین این کار رو در جای دیگه نمیبینید. یعنی اون رشد رو در واقع شما نه، فقط مقطعی بوده. این اشکال کاره. یعنی ما باید ذهنمون رو مبنا رو بر این بذاریم، حق پرورش در واقع اون حقیه که ما همه چی رو عامه داشته باشن، وگرنه بگیم یه گروه داشته باشن یه گروه داشته باشن، این اون چیزی نیست که مد نظر حالا حقوق بشر هست یا مد نظر صحبتی که من دارم میکنم. اینه که اصلا نمونه ها زیاد مهم نیست، مهم اینه که باید تلاش بشه این حق پرورش که شامل آسایش، آرامش، حرکت، تغذیه، امنیت بهداشتی، امنیت زندگی باید برای همه انسان ها باشه. مثال خوبی هم خانم فکرم نجاتیان زدن در رابطه با بچه ها که الان در اروپا داریم میبینیم دیگه. یعنی عملا میبینیم بچه وقتی میاد همه امکانات هست براش، همه شرایط هست، اما ما وقتی میبینیم دوستمون مثال شطرنج رو زد، الان ما 4-5 تا بچه های شطرنج باز داریم که با پرچم های کشورهای دیگه مثل نروژ و فرانسه دارن میرن بازی میکنن و در رده جهانی بازی میکنن، نه در رده مثلا به قول معروف محلات یا کشوری، در محلی جهانی در رقابت های 10-15 نفره جهانی دارن بازی میکنن، اما با پرچمای دیگه. یا یه خانم شطرنج باز دیگه است که به خاطر روسری دیگه ول کرد دیگه، گفت اومده خارج مونده. حالا ده ها ورزشکار دیگه که داریم به در رشته های مختلف که هر کدوم به شکلی رفتن از جامعهشون جدا شدن متاسفانه. اون به دلیل عدم وجود پرورش سالم در کشور، و اینو مد نظر داشته باشیم که پرورش یکی از مسائل اساسی رشد ما انسان هاست. یعنی ما زمانی میتونیم رشد بکنیم که پرورش سالم داشته باشیم، یعنی خوب پرورش پیدا بکنیم تا بتونیم رشد کنیم. مرسی. بله ممنون آقای شفایی. البته پرورش خیلی خوب توضیح دادید و امیدوارم که دوستان توی این زمینه بیشتر صحبت کنن. آقای احمدی خواهی گرامی لطفا شما هم بفرمایید نظرتون. سلام مجددا. ببینید در رابطه با دوران پهلوی، من خودم معتقد خیلی مسائل دوران پهلوی هم، ولی کن قابل چشم‌پوشی نیست میزان مقام‌هایی که میوردن ورزشکارهای ایرانی. رشد این قضیه که چند درصد شد، چقدر افزایش مدال هایی که ورزشکارا می آوردن، افزایش کیفیت باشگاه ورزشی و نقش ایران در میزان مدال هایی که توزیع می شد، این نشون دهنده بود که یه راهی شروع شده و نمیشه انتظار داشت. میگم با عنوان یک منتقد، نمیشه انتظار داشت یه عصای جادویی باشه بزنی همه چی بشه عالی. یعنی ما اگر شرایط اون روز مثلا دهه 70 میلادی رو ببینیم، 70 میلادی آلمان مقایسه کنیم، نه با 2022 آلمان، نه با 2022 مثلا امارات یا حالا قطر یا هر جا امریکا، خوب داشت میرفت جلو و حرف داشتیم واسه خیلی از ورزش ها و حداقل 20 سال طول کشید خیلی از ورزش ها دوباره برگردن، مثل والیبال. اصلا والیبال ما شده 10-15 آسیا، یا حتی کشتی ما به یه جایی رسید که داشت مدالاش خیلی کم شد، یکی دو مدال می آورد بعد از اینکه ژاپن شروع کرد به سرمایه‌گذاری رو کشتی. خیلی داشت رشد می‌کرد، اینو نباید در نظر بگیریم و این
یه نقدی که میشه گفتش به این حرفا که بگیم پهلوی همه چیش بد بود. بعد ببینیم پهلوی از کجا شروع کرد. از قاجاریه شروع کرد. مثلا قاجاریه چیزی به نام ورزش سازماندهی شده وجود نداشتش که ما حالا بیایم بگیم این چرا مثلا سرعت پیشرفته وجود داشت. اومده یه چیزی رو ابداع کرد در زمان قاجار نبود. و نمیشه گفت یه دفعه بیاد وضعیتی که مردم آب جوب می‌خوردن یه دفعه بیان استادیوم هم بسازن سطح ضریب نفوذ بیاد مثلا میشه 90% همه ورزش داشته باشه. متشکر، ممنون از وقتی که دارید. بله ممنون از شما آقای احمدی خواه. البته فکر کنم من در زمینه موضوعی که شما گفتین حالا چه دهه 1970 چه همین امروزش مثلا جایی مثل سیستان و بلوچستان چه اون موقعش الانش سرانه ورزشیش که هیچی، اصلا سرانه آموزشی هم نداره، از نظر فقر، از نظر حتی شناسنامه ندارن. تو استانهایی مثل هرمزگان یا کردستان هم به همین ترتیب هم میدونن. بنابراین این که بیایم حالا به قول آقای شفایی یه بخشی رو بولد کنیم یه بخشی رو نبینیمش هم درست نیست، باید همه رو جامع ببینیم. آقای حسنزاده لطفا شما هم بفرمایید. سپاس مجدد از شما. یه بحثی هم که میتونه کمک کنه به توضیح پرورش توی گستردگی حالا مساحت ایران، همون عدم تبعیض میتونه باشه بین شهرستان ها و شهرها و استان ها. مخصوصا ما الان تفکیک استان وجود داره توی کشورمون و یه میگم همه چی در راستای سیاست جمهوری اسلامی و بهره شخصی این نظام سیاسی داره اتفاق میفته. همجور که الان شما اسم بردین من دست بالا کردم فقط به خاطر که اسم بیارم از استانهای محروم، استانهای که حالا درسته ما اسمشو میذاریم محروم به خاطر که کمترین امکانات نسبت به استان تهران، استان اصفهان، استان آذربایجان شرقی یا مثلا خود استان فارس و اینا دارن. اما این عدم تبعیض میتونه یه کمک کنه برای توزیع امکانات در کشور توی بحث پرورش. و همون مثالی که آقای لطفی دادن، یه عددی گفتن 70 سانتی متر مربع برای هر فرد، این 70 سانتی متر رو چقدرش رو توی این 44 سال ما به دست آوردیم؟ چقدرش رو؟ مثلا 20 سانتی مترش، 25 سانتی مترش. شما مقایسه هم آقای لطفی باید علمی باشه، مقایسه هم باید از روی آمار و یه اصول خاصی داره. مثلا خب همونجور که آقای احمدی خواه گفتن، پهلوی از چه تاریخی تا چه تاریخی تونست مثلا این امکانات ورزشی رو استفاده کنه؟ هنوز که هنوزه بزرگترین و بهترین ورزشگاه ایران مجموعه ورزشی همون آزادیه. تو کدوم یکی از شهرها، همون تهران، تونستن یه مشابه این مرکز ساخت بسازن؟ خب اینکه از سال 1377 یه استادیوم ورزشی استارت میخوره و سال 1399 یا 1400 افتتاح میشه. شما نمونش تو شهر اصفهان، استان اصفهان بیشترین آمار بودجه استانی رو تو استانهای کشور میگیره. ببینید چقدر این مراتب فساد اقتصادی از بالا تا پایین هست که به یه پیمانکارم نمیشه اعتماد کرد که راحت بیاد کارشو انجام بده، حقشو بگیره. چیزی که ما توی الان جامعه اون اتفاق افتاده، دو بخش شدن جامعه، اونایی که هیچ حق ذاتی شهروندی ندارن و اونایی که به حق خودشون هم راضی نیستن و بیشتر از اونم میخوان. یعنی این اختلاف طبقاتی این دو طبقه داره مثل هندوستان میشه. یعنی هندوستان هم بیا یه عده فقیرن و حالا محکوم به نابودی، یه عده پولدارن و همجور دارن پیش میرن.
اینکه عدم تبعیض خیلی میتونه کمک کنه تو توزیع پرورش تو کشور. امیدوارم یه جوی توی کشورمون حاکم بشه که واقعا بین استانها فرق نظر سیستان بلوچستان ممکنه از نظر اقتصادی کمکی به کشور کمتر بکنه، ولی ما انقدر سرمایه و ثروت داریم که بیایم زیرساخت براش فراهم کنیم، از ذکاوت، از هوش خود محلی های همون استان استفاده کنیم. حالا مثال میزنم سیستان بلوچستان به خاطر که خیلی ما تو اخبار حتی آب آشامیدنی هم ندارن، ولی خب در هر صورت این عدم تبعیض با یه درایتی نسبت به مسئولان میتونه کمک کنه به توزیع درست پرورش تو تمام کشور، نه فقط توی شهرهای کلان جامعه. مرسی آقای شایگان عزیز. ممنون از شما آقای حسنزاده. خانم زنمار فکر کنم اگر اشتباه گفته نگم اسمشون رو لطفا میکروفون رو باز کنید درشون. سلام دوستان، صدای من هست؟ بله صداتون هست، بفرمایید. من کاملا با حرفای آقای حسنزاده موافقم که تبعیض تو همه جای در بعضی از مناطق ایران به شدت زیاده، ولی موضوع اینه که همه جای، یعنی آموزش و پرورش ایران توی همه جا ضعف داره، حالا کمتر و بیشتر، ولی همه آسیب خوردن از این آموزش و پرورش که اصلا سیستمش با سیستم پرورش خانواده مغایرت داره. ما نگاه کنیم بچه رو میفرستی توی شهر قم مدرسه، تو هنرستان 15 نفر مسموم میشن برای بار چند دومین بار، یا میرفسی چه میدونم بچه را توی شیناباد مدرسه خاکستر میشه، نه امیدی به آیندهش هست و نه جسمی میمونه و نه روی. تو کردستان بچه را میرفسی مدرسه وسط راه چه میدونم دزدیده میشه توسط سپاه که چه خبره، اونجا شلوغ شده با به قول خودشون اغتشاش شده. یا توی همدان بچه را میگیرن توی مدرسه، از زندان بخش کودکان میاد بیرون خودکشی میکنه. اصلا واقعا یعنی سیستم پرورش و آموزش ایران واقعا تو همه زمینه ها شکست خورده است. کتابای درسی رو نگاه میکنی فاجعه. این همه ما ادبیات داریم، این همه ادبیات غنی که همه دنیا با شاعرای خودش مقایسش میکنن، اینجا با گوته حافظ مقایسه میشه، مولانا را ترکیه روش دست گذاشته مال ماست، نمیدونم با تاجیکستان سر چند تا از شاعرها بحث و جدلی که مال ماست یا مال اوناست. اون وقت نصف کتاب فارسی بچه‌ها شده درس مجاهدت و شعر و ورای شهید و چیزایی که خودشون میخوان. یا بچه رو میفرسته مدرسه، بعد اولا که یه هزینه هنگفتیه برای خانواده ها، بعدم یه ریسک واقعا بزرگه. قبل از من یه پول که میدی که شهری هم تازه نداشته باشه قسط بندی کنن، هی بچه رو میارن بیرون جلو بچه های دیگه که چرا به مامانت پول نمیده، چرا بابات نمیاد مدرسه، به بابات بگو پول قسط شهریت رو بده. این که از این ها به روزی که بچه سر خورده میشه، بعد بچه را حالا پول هم داشته باشه برفست مدرسه، شما نگاه کن قبل اینکه مدرسه بره بعد چه هشدارایی به بچه بدی تو ایران، نمیدونم نگی مامانت توی مهمونی ها نمیدونم حجاب نداره، نگی بابات مشروب میخوره، ها عکسای تولدت به کسی نشون ندی، یا نمیدونم تو نماز جماعت حالا بلد نیستی نمازم بخونی، برو لای بچه های دیگه وایس، من حوصله معلم پرورشی رو ندارم، ها با خون مدرسه تنها جایی نباشه، با معلم پرورشی، معلم ناظر، مدیر، اینا تنها جایی نمون، یعنی یه ریسک بزرگه حتی برای آبروریزی. هر چند وقت یه بارم باید باشی بری مدرسه، یه خود نشون بده که این بچه صاحب داره، یکی اتفاقی براش ناگواری نیفته. یعنی اصلا هیچی نیست مدرسه ایران، چه بخش آموزشش چه بخش پرورشش. معلم ورزش، معلم ریاضی وقت کم میاره درسش، بعد و نصاب نگه نرسیده وقت معلم هنر یا معلم ورزش رو میگیره، مراسم ها تموم تو وقت ورزش یا وقت هنر. یعنی اصلا به بچه یاد میدی که ببخشید فقط برو اونجا یه نمره بگیر و بیا،
شما نگاه کنه همه ما انگلیسی خوندیم، عربی خوندیم، ولی اگر شما علاقه خودت شخصی نداشته باشی به این دروس، بیرون نرفته باشی آکادمی براش، میای اینجا یه یس بلد یا یه نو عربی هم که اصلا فرق انا و انت هم نمیدون. اینه که بله. چون ما یاد گرفتیم، یعنی مامان تو خونه به بچه میگه که فقط نمره بگیر، این چرت و پرته، اینو نمیخواد بگی، این دروغه. بچه هم یاد میگیره اوکی، حالا که عربی دروغه، حالا که یا چیز چه میدونم دینی یا تاریخ اینا دروغه، اوکی پس عربی و ریاضی و شیمی و اینا همه برای نمره است و یه هزینه واقعا بی خوده. یعنی همه چی ایران بخش پرورش آموزش شده بخش خصوصی، بچه رو برای کنکور این همه هزینه میکنه، این همه کلاس های هنگفت که بچه بره دانشگاه، نمیدونم تازه درس اونجا یاد بگیر. خلاصه بفرمایید لطفا، صحبتتون خلاصه کنید. من صحبتم تموم شد، ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. البته بحث پرورش خیلی همونطور که آقای شفایی هم گفتن بحث گسترده یه. ببینید امنیت غذایی، امنیت اجتماعی، امنیت بهداشتی، همه اینا رو شامل میشه که متاسفانه هیچ کدوم از این موارد در ایران نه توسط دولت رعایت میشه که قاعدتا باید رعایت بشه، و وقتی هم که امنیت شغلی هم حتی مردم ندارن، تغذیه نامناسب دارن، وقتی تغذیه نامناسب دارن به هر حال به لحاظ جسمی و فکری نمیتونن رشد کنن. همه اینا دست به دست هم داده تا شرایط امروز ایران روز به روز بغرنجتر بشه. در صورت فقط میتونیم بگیم که به قول آقای شفایی همه اون بیشتر و بیشتر آگاه بشیم به مسائل هم خودمون هم جامعهمون تا شاید بتونیم از این بحران عظیم گذر کنیم. دوستان عزیز اگر صحبتی دیگه ای دارن بفرماید، اگر نه که ختم جلسه رو اعلام کنیم. دوستان گویا صحبتی ندارن. خیلی ممنونم از همه عزیزانی که امروز وقت گذاشتن و در این جلسه شرکت کردن. من عذرخواهی میکنم اگر کوتاهی یا کاستی بود، چون من به ناگه مسئول جلسه شدم به جای سرکار خانم رهایی. تشکر میکنم از همکاران گرامی جناب آقای داوود لطفی منشی جلسه و همینطور آقای احسان احمدی خواه و مصطفی گودرزی، سینا اشجعی به عنوان ضبط صدا و ادمین ها که همکار من بودن، از آقای شفایی و دیگر عزیزان که در این جلسه حضور داشتن تشکر میکنم و خسته نباشید میگم به همه عزیزان. در ساعت 20:54 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم. خسته نباشید.